جز از کل نوشته استیو تولز، ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت ششم من برای چه ترک تحصیل کردم؟ چون همیشه مجبور بودم کنار بچه‌ای بنشینم که کهیری که بهتاور داشت یا به این خاطر که هر بار دیر می رسیدم سر کلاس معلم جوری صورتش را جمع می کرد که انگار سر توالت نشسته بود و زور می زد؟ یا به این دلیل ساده که تمام اولیای مدرسه همیشه از اعمال من حیران و عصبانی بودند؟ نه، راستش خیلی هم خوشم می آمد. رگ گردن یک معلم باد می کرد اوج کمدی. یکی دیگر از عصبانیت بنفش می شد. چی بهتر از این؟ آن موقع ها چیزی برایم خنده دارتر از خشم نبود. با هیچ چیز به اندازه خشم بقیه احساس سبکی نمی کردم. نه. اگر بخواهم صادق باشم تمام اینها اتفاقا مرا بیشتر در جهنم ملالاور ناخشنودی گیر می انداختند. دلیلی نداشت بخواهم راهم را بکشم و بروم اینها فقط ناخرسندی های معمولی بودند که هر کسی شانس داشتنشان را ندارد. انگیزه واقعی من برای ترک تحصیل آن خودکشی های موزی بود. مدرسه ما نزدیک ساحل شرقی دریا بود. چند قدم بیشتر با آب فاصله نداشتیم. باید پنجره های کلاس را میبستیم تا صدای قررش امواج حواسمان را پرت نکند. ولی تابستان ها که گرمای خفه کننده چاره جز باز کردن پنجره برایمان باقی نمی گذاشت، صدای معلم در صدای امواج گم می شد. ساختمان مدرسه یک سری بلوک آجوری متصل به هم بر فراز آب بر لبه سخراهای یز بنا شده بود. نام صخره نومیدی قبلا برای صخره تیره و تار چند ساحل آن طرفتر انتخاب شده بود. از ته مدرسه مسیرهایی پیچ در پیچ و خطرناک به ساحل می رسید. اگر تمایلی به استفاده از این مسیرها نداشتی یا عجول بودی یا حوصله پایین رفتن از آن شیب تند را نداشتی یا اگر از خودت و زندگیت متنفر بودی و هیچ امیدی به آینده نداشتی همیشه می توانستی بپری خیلی ها پریدند از مدرسه ما تقریبا هر نه ماه یک نفر می پرید. البته که خودکشی نوجوانان پدیده نامعمولی نیست. مردان و زنان جوان زیادی بر اثر آنفولانزاهای گوناگون روح عطسه های مرگ بار کردند. ولی قاعدتا باید یک جور آوای مسهور کننده اساتیری از میان پنجره های نیمه باز کلاس به داخل می آمد. چون ما واقعا بیش از سهممان هایی داشتیم که از آن خروجی خود را پرتاب میکردند بیرون. همانطور که گفتم چیز عجیبی در اقدام نوجوانها به پایان دادن زندگیشان وجود ندارد، ولی مراسم تدفینشان آدم را بیچاره میکند. خدایا کاش می دانستم. هنوز هم یاد آن تابوت باز می افتم. همانی که اگر مجبور نشده بودم برای کلاس ادبیات انگلیسی انشایی درباره حملت بنویسم هرگز نمیدیدمش. فلج حملت نوشته جسپردین داستان حملت هشداری سرراست درباره خطرهای ناتوانی در تصمیم گیری است. حملت شاهزاده دانمارکی است که نمیتواند تصمیم بگیرد باید انتقام مرگ پدرش را بگیرد یا خودش را بکشد یا خودش را نکشد و از این قبیل باورتان نمی شود چقدر درباره اینها وراجی می کند طبیعتا این رفتار کسل کننده باعث جنون حملت می شود و آخر نمایش نامه همه می میرند. بعد به حال شکسپیر اگر تصمیم می گرفت دنباله ای برای حملت بنویسد. درسی که ناتوانی وحشتناک حملت در تصمیم گیری می دهد به درد کل بشریت می خورد. هرچند اگر عمویتان پدرتان را به قتل رسانده و با مادرتان عروسی کرده باشد با آن ارتباط بیشتری برقرار کنید. حملت با پدرش همنام است. پدری که بعد از اینکه برادرش سم در گوشش ریخت به شکل دلخراشی جان سپرد. گوش کار جالبی نیست. ظاهرا رقابت بین فرزندی در دانمارک شدت زیادی داشته بعد که روح پدر به حملت اشاره می کند تا او را دنبال کند هوراشیو حملت را بر می میدارد تا مبادا روح دیوانش کند که نهایتا هم میکند همچنین هوراشیو میگوید هر کس از بالای ارتفاعی بدون حسار به پایین نگاه کند دوست دارد بپرد پایین که با خودم گفتم خدایا پس من تنها نیستم خلاصه اینکه حملت در مورد تردید است واقعیت این است که ناتوانی در تصمیم گیری بر همه ما اثر میگذارد حتی بر آنهایی که راحت میتوانند تصمیم بگیرند به بیان دیگر آدم بی سبر و حوصله گند میزند ما هم از دستش عذاب می‌کشیم انتظار برای اینکه یک نفر تصمیم بگیرد یکی از بزرگترین وحشتهای زندگی است مثلا در رستوران وقتی گارسون سر میز ایستاده و همراهتان هنوز غذا را انتخاب نکرده ولی ما باید صبوری را یاد بگیریم گرفتن منو از دست دوست دخترتان و پاره کردنش و داد زدن اینکه که ایشون هم مرغ میخوره راه مبارزه با این مصیبت نیست ضمناً باید قید رخت خواب را هم بزنید. همین فکر کنم نباید از اینکه معلم ادبیات صفر به هم داد تعجب می کردم. چه انتظاری داشتم از او یا بقیه ی معلمان کند ذهنی که دست از سر مدرسه ما بر نمی داشتند. حتی الان هم می توانم ببینمشان. یکیشان جوری است که انگار تمام اعضای حیاتیش را گرفتند و بابتشان باجی میخواهند که از عهده پرداختش بر یکی دیگر انگار دو دقیقه بعد از رفتن تمام مهمانها به مهمانی رسیده و حالا صدای خندهشان که از ته خیابان به گوشش میرسد عذابش میدهد. یکی دیگر مبارزه طلبانه سر جایش نشسته شبیه مورچه تنهایی که از حمل کردن یک خورد نان امتنا می کند. بعضی به شادمانی سلاطین مستبدند و بعضی به منگی ابلهان. بعد آقای وایت بود. معلمی که طره موی خاکستری مثل خاکستر سیگار روی سرش داشت. کسی که انگار یک لحظه آیندهش را در یک خانه سالمندان تک جنسیتی دیده بود. ولی از همه بدترین بود که پسرش با ما هم کلاس بود. قبول نمی شود برای خوشبختی در زندگی برنامه ریزی کرد. ولی این امکان وجود دارد که بعضی اقدامات را برای جلوگیری از بدبختی انجام داد. نمی شود؟ اول هر جلسه آقای وایت مجبور بود حضور و قیاب کند. مجبور بود اسم پسرش را بلند بخواند. می توانید چیزی مسخره تر از این تصور کنید؟ یک پدر قطعا میداند پسرش در کلاس هست یا نیست می گفت وایت برت جواب میداد حاضر عجب نمایش مزهکی بیچاره برت بیچاره آقای وایت چطور می توانستند تحمل کنند که نزدیکیشان را به حدی زیر پا بگذارند که یکیشان مجبور شود هر روز تظاهر کند چهره پسرش را نمی شناسد. وقتی آقای وایت بابت حماقت شاگردها نره می کشید بره چگونه چنگ و دندان نشان دادنهای پدرش را تحمل می کرد. برایشان یک جور بازی بود؟ واقعی بود؟ زمانی که آقای وایت فوش را میکشید به ما صورت برت بیش از حد بی احساس و منجمد بود به نظرم به اندازه ما میدانست پدرش مستبدی ترحم برانگیز است که جوری با شاگردانش رفتار میکند انگار او را از بهترین سالهای زندگیش محروم کردند و او هم به قصد انتقام آینده های تباه ما را پیشگویی می کرد و بعد ما را می انداخت تا پیشبینی هایش به وقوع بپیوندند. بله آقای وایت بدون شک تو معلم محبوب من بودی. مفتزه بودنت برایم قابل درک بود. تو کسی بودی که آشکارا از درد بر ما خشم می گرفتی و بیشرمانه این کار را جلوی چشمان پسرت می گردی. با قیافه عصبانی انشای حملت را پسم داد. رسمن به من صفر داده بود. با انشایم چیزی را که در نظرش تقدس داشت به سخره گرفته بودم ویلیام شکسپیر ته دلم می دانستم حملت اثر بینظیری است ولی وقتی مجبور به کاری می شوم احساس می کنم قلاده گردنم انداختند و می افتم به تقلا کردن. مزخرف نویسی برایم یک جور سرکشی جزئی بود. آن شب غلط زیادی کردم و انشا را به پدرم نشان دادم. موقع خواندن اخم کرده بود و غر میزد و سرتکان میداد. انگار داشت الوار بلند می کرد. کنارش منتظر تعریف ایستاده بودم. چیزی نصیبم نشد. ورقه را پسم داد و گفت امروز تو دیکشنری فلسفی ولتر چیز جالبی خوندم. میدونی مصریا قبل از مومیایی کردن فرعون مغزش رو در آوردن؟ تازه انتظار داشتن چند قرن بعد دوباره زنده بشه. آخه بدون مغز میخواسته چیکار کنه؟ از دورانی که پدرم سعی کرده بود خودش به من درس بدهد زمان زیادی گذشته بود. برای جبران سپردن من به سیستمی که حقیرش میشه مرد به طور منظم کتابهایی روی میزم میگذاشت که رویشان برگه های کوچک چسبانده بود. اینو بخون. لامصب خداست. افلاتون، نیچه، چیوران، لارنس، ویتگنشتاین، شوپنهاور، نوالیس، اپیکور، کانت، پوپر، سارت، روسو و الا آخر. خصوصا عاشق نویسنده های بدبین و نیهیلیست و کلبی مسلک بود. از جمله سلین و برنارد و آخر شعرای بدبین جیمز تامسون با شعر سیاه و ترسناکش شهر شب هولناک از بابا پرسیدم پس زنها کجان؟ هیچ وقت به چیزی فکر نکردن که ارزش نوشتن داشته باشه؟ شب بعد روی بالشم ویرجینیا ولف، جورج ساند این رند، گرترود اشتاین، دوروتی پارکر، سیمون دوبوار، سیمون وی، مری مکارتی، مارگارت میت، هانا آرنت و سوزان سانتاگ پیدا کردم. بیشتر شبیه تغذیه اجباری بود تا آموزش در خانه. ولی راستش از همهشان خوشم آمد. برای مثال یونانی ها ایده های جالبی در مورد اداره جامعه داشتند. ایده هایی که امروز هم اعتبار دارند. خصوصا اگر اعتقاد داشته باشید بردهداری عملی فوق العاده است. درباره تمام این نوابق بیچون و چرا باید بگویم که علاقه و احترامشان به یک نوع از انسان یعنی خودشان. و ترس و نفرتشان از نوع دیگر یعنی بقیه آدم ها، روی اعصابم بود. هم به این خاطر که اعتقاد داشتند آموزش عمومی در کل جهان باید متوقف شود مبادا تفکر را نابود کند. هم به این علت که تمام تلاششان بر این بود که هنرشان برای بیشتر مردم غیر قابل درک باشد. هم به این دلیل که همیشه چیزهای غیر دوستانی مثل اینها می گفتند. سه تا هور را برای مخترعان گاز سمی از دی اچ لارنس اگر نوع خاصی از تمدن و فرهنگ مورد نظر ما باشد باید آدمهایی را که با آن هماهنگ نیستند از بین ببریم از جورج برنارد شاو و بالاخره روزی باید خانواده های طبقه بیهوش و استعداد را محدود کنیم از ییتس و اکثریت انسان ها حق زندگی ندارند چون فقط باعث مهنت ابر انسان میشوند از نیچه تمام آدم ها یا به بیان دیگر تمام آدم هایی که من می چیزی نبودند جز جنازه هایی که داشتند در حالت عمودی میپوسیدند چون تماشای فوتبال را به خواندن ویرژیل ترجیح میدادند این روشن فکرها توف کرده بودند که سرگرمی توده ها مرگ تمدن است ولی من میگویم اگر یک انسان به چیزی کودکانه بخندد و تنش از لذت گرم شود چه اهمیتی دارد این لذت حاصل از یک اثر هنری والا باشد یا باز پخش سریال کمدی تلسم شده از تلویزیون چه فرقی می کند؟ آن انسان لحظه درونی ای داشته و از همه مهمتر مجانی حال کرده. خوش به حالش ای خاک بر سرهای متفکر. شمایی که فکر می کنید توده های فاقد صفات انسانی که رسما باعث تهوعتان می شوند یا باید به تاریخ بپیوندند به یا خیلی سریع به بردگی درآیند تمامشان قصد داشتند بر اساس الگوی نفسهای های پر افاده و سیفیلیسی خود نسلی از ابر موجودات خلق کنند. موجوداتی که تمام روز بر قله کوه بنشینند و اینقدر ایزد درونشان را لیس بزنند که به جنون برسند شخصا فکر می کنم از میل عوام به شادی نبود که تنفر داشتند بیشتر از این بیزار بودند که میدیدند عوام گاهی به شادی دست پیدا می کنند. برای همین دوستان فهمیده و تلخ پدرم را ترک کردم. همانطور که پدرم مرا ترک کرده بود. در مدرسه هم فقط حداقلها را رعایت می کردم. اغلب یک روز را تعطیل می کردم و در شهر تپنده قدم می زدم تا تپشش را ببینم. یا میرفتم میدان اسب دوانی اسب هایی را تماشا کنم که حیات تعسفبارشان را زیر باسن آدم های کوتوله ادامه میدادند گاهگداری مدیریت آنجا نامه هایی و ناخواسته مزهک برای پدرم میفرستاد تا او را از حضورم در میدان اسب دوانی مطلع کند. بابا در حالی که کاغذ را مثل یک ده دلاری که در جیب شلواری قدیمی پیدا کرده باشد در هوا تکان میداد میگفت یه نامه دیگه خب خب چی داری بگی پنج روز در هفته خیلی زیاده پدر آدم در میاد لازم نیست نفر اول کشور باشی یه جوری مدرسه رو بگذرون بره هدفت باید همین باشه. منم هم دارم همین کارو میکنم. میگذرونم. عالیه. فقط حواست باشه اینقدر بری مدرسه که بتونی یه مدرک بگیری. یه کاغذی که اسمت روش باشه. واسه چی؟ هزار دفعه بهت گفتم. باید یه کاری کنی، جامعه فکر نکنه تو بازیش نیستی. بعدا هر کاری دلت خاص بکن ولی فعلا باید یک کاری بکنی که فکر کنن از خودشونی شاید یکی از خودشون باشم آره منم فردا ساعت هفت صبح دارم میرم اداره ولی همیشه نمیتوانست مرا به حال خودم بگذارد راستش در مدرسه به خاطر سرزدنهای عجیب و غریب و نابهنگام پدرم یک جورهایی بدنام شده بودم. ناگهان همه می دیدیم صورتش به شیشه عرق کرده در کلاس چسبیده. یک روز بعد از اینکه انشای حملت را به پدرم نشان دادم آمد و ته کلاس خودش را به زور پشت نیمکت چوبی جا کرد آقای وایت داشت روی تخته مینوشت که پدرم وارد شد و برای همین وقتی برگشت و آدمی میان سال را بین ما احمقهای بچه سال دید گیج شد. به پدرم چشم قره رفت انگار میخواست یکی از شاگردانش را به خاطر اینکه بی اجازه وسط کلاس پیر شده توبیخ کند بابا گفت اینجا چه تنبل خونه ای نیست؟ ببخشید؟ گفتم اینجا فکر کردن سخته نیست؟ ببخشید شما؟ یکی از والدین که بچهش براش مهمه. شما پدر یکی از شاگردای همین کلاس هستین؟ شاید کلمه مهم گویا نباشه وقتی فکر کنم که تحت سرپرستی شماست خون گریه میکنم. کدومشون پسرته؟ از قبول شرمنده نیستم. پسر من موجودیه که برچسب جسپر خورده. موقعی که داشتم سعی می کردم با سندلیم یکی شوم آقای وایت نگاهی سهنگی نسارم کرد. این پدرت جسپر؟ سرتکان دادم. چه راه دیگری پیش پایم بود؟ به پدرم گفت اگه میخوای در مورد پسرت حرف بزنی میتونیم با هم یه قرار بذاریم. من نمیخوام با تو در مورد پسرم حرف بزنم. من پسرم رو میشناسم. تو چی؟ البته جسپر تمام امسال شاگرد من بوده. بقیه شونم؟ پس میتونن بخونن و بنویسن. عالی یک عمر نوشتن فهرست خرید. این مشکل که حل شد. ولی تو میشناسیشون؟ خودتو میشناسی؟ برای اینکه اگه خودتو نشناسی نمیتونی کمکشون کنی خودشونو بشناسن احتمالا مثل بقیه معلمای بیروه این مدرسه دولتی شپش زده داری وقت همه رو اینجا تلف میکنی تا یه لشگر مقلد ترسو بار بیاری به جای اینکه به شاگردت یاد بدی باید چجوری فکر کنه بهشون یاد میدی باید به چی فکر کنن سعی میکنی بریزیشون تو قالب یک مالیات پرداخت کنه بی عیب و نقص به جای اینکه به خودت زحمت بدی بفهمی واقعا کی هستن بقیه بچهها بچه ها از سر گیجی زدن زیر خنده آقای وایت داد زد ساکت انگار روز حساب بود و نقشی حیاتی در مرتب کردن ارواح داشت خفه شدیم فایده نداشت سکوت دستوری باز هم پر سر صداست بابا ادامه داد برای چی باید به تو احترام بذارن؟ تو هیچ احترامی براشون قائل نیستی؟ بعد رو کرد به شاگرت ها و گفت تعظیم به مقام برتر مثل توف سر بالاست. لطف کنین تشریف ببری منتظر اون لحظه لطفا لطفاً برین. میبینم که یه صلیب به گردنت آویزونه. چطور؟ واقعاً میخوای برات تلفظش کنم؟ آقای وایت به یکی از شاگردان حیران کلاس گفت سیمون میشه لطف کنی بری دفتر مدیر و بگی مشکلی توی کلاس پیش اومده و ازشون بخوای به پلیس زنگ بزنن؟ چطور میتونی شاگرداتو تشویق کنی با ذهن باز تفکر کنن؟ وقتی خودت به سیستم اعتقادی کهنه ای باور داری که مثل یک ماسک آهنی داره سر خودت رو له میکنه نمیفهمی تحرکات ذهنت با غیر ترین اصول جزمی محدود شدن فکر میکنی اونجا واسطادی و راجب حملت حرف میزنی؟ ولی چیزی که شاگردات میشنوند صدای مردیه که میترسه از دایره تنگی که احاتش کرده یک قدم فراتر بذاره دایره ای که آدمایی که صدها سال قبل مردن دورت کشیدن همون آدمایی که یک مش دروغ تحویل اجدادت دادن تا راحت بتونن تو خلوت اتاقک های اعتراف بچه ها را انگولک کنن. نگاهی به برت انداختم. ساکت روی صندلیاش نشسته بود. صورتش لاغر بود و ظریف فکر کردم اگر مو و چشم و دماغ و دهان نداشت شبیه دست یک پیانیست بود. برت هم نگاه هم کرد ولی فکر کنم خبر نداشت دارم صورتش را شبیه سازی می کنم چون به من لبخند زد. من هم لبخند زدم. اگر می دانستم دو ماه بعد زندگیش را به دست خودش پایان خواهد داد به جای خندیدن گریه می کردم. من و برت دقیقا صبح روز مرگش با هم حرف زدیم. هی hey, برت امروز میتونی پنج دلاری رو که بهت قرض دادم پس بدی؟ میشه فردا بدم؟ حتماً آدمها در جل خوشی استادند. می شود گفت برایشان یک جور طبیعت سانوی است. مثل گشتن دنبال سکه در تلفن عمومی بعد از تلفن کردن. برت قهرمان این کار بود تا لحظه آخر لعنتی با دختری صحبت کردم که ده دقیقه قبل از مرگش با او حرف زده بود گفت با هم درباره آب و هوا صحبت کردند سلام کریستین فکر میکنی این باد جنوبیه برت لکنتی جزئی داشت که بسته به نوسانات فشارهای اجتماعی در رفت و برگشت بود از کجا بدونم خیلی قوی نه واسه چی با من حرف میزنی جوش جوشی؟ نمیخواهم در مورد مرگ برت قلوف کنم یا بگویم خیلی رویم تاثیر گذاشت. نزدیکترین دوست یا حتی محرم اسرارم نبود. هم پیمان بودیم. یعنی از دوست نزدیکتر. این هم شرح اتفاقاتی که افتاد. یک روز موقع ناهار گروه کوچکی به شکل مربع دور هم جمع شده بودند. به قدری نزدیک هم ایستاده بودند که از دور شبیه یک پتوی چهل تکه زشت دیده می شدند. خودم را عقب کشیدم. در حیات مدارس تحقیر خصوصی وجود ندارد. تمامشان به شکلی بیرحمانه عمومی هستند. داشتم فکر می کردم این بار نوبت شرمساری کیست از بالای سر تراشیده کوتاهترین آدم حلقه نگاهی انداختم و روی زمین برت وایت را دیدم که از دهانش خونجاری بود طبق گفته خیلی از ناظران مشعوف برت موقع فرار از دست یکی از دانش هریسون خورده بود زمین. حالا همه نگاهش میکردند و میخندیدند چون سر دستهشان داشت میخندید. نه اینکه ذاتا شرور بودند فقط زمیرشان را سپرده بودند دست سردسته همین ارادهشان را تسلیم کرده بودند به اراده هریسون یک انتخاب اشتباه دلیل اینکه چرا دسته ها از بچه های شیرین و بیازار تبعیت نمی کنند، مشخص است ولی دوست دارم دست کم یک بار این اتفاق بیفتد. همانطور که فروید گفته انسان تمایلی شدید به اقتدار دارد فکر میکنم اگر انسان اختیارش را به دست آدمی مهربان و شیرین بدهد این اشتیاق پنهان به داشتن آقا بالا سر میتواند مثبت باشد برای اینکه سردسته میتواند فریاد بکشد بیاین همه با هم این بیپدر رو یه ماچه آبدار کنیم و همه با لبهای قنچه به سمت بچه فلک زده حجوم ببرند. دندانهای جلوی برت افتاده بودند روی آسفالت. شبیه قرص نعنا بودند. دندانهایش را برداشت. قشنگ معلوم بود دارد زور میزند گریه نکند. بقیه دانش آموزها را نگاه کردم و از اینکه دیدم هیچ کدام اینقدر شفقت ندارد برود دنبال کار خودش دلگیر شدم. تماشای آزار دیدن برت به دست آن همه موجود نزار دردناک بود. نشستم کنارش و گفتم بخند. یه جوری که انگار اتفاق خندهداری افتاده. توصیه را گوش کرد و خندید. در گوشم گفت میتونن دندونام و دوباره بذارن سر جاش؟ و من هم زدم زیر خنده انگار جگ گفته بود. وقتی کمکش کردم روی پا به ایستد تحقیر از سر گرفته شد. یک توپ فوتبال پرواز کنان آمد سمت صورتش یکی داد زد دهنتو تو باز کن میخوام بره تو دروازه راست میگفت دندانهایش شبیه دروازه فوتبال شده بود بیهوده داد زدم واقعا این کارت لازم بود؟ هریسون از جمع آمد بیرون و روی سرم سایه انداخت و گفت تو جهودی مگه نه؟ نالیدم. فقط به یک نفر گفته بودم نازیها ها پدر بزرگم را کشتند. به عواقع به این دهن لقی فکر نکرده بودم. راستش در مدرسه ما خیلی هم احساسات ضد یهود وجود نداشت. فقط همان جگهای همیشگی درباره پول و دماغ دماغ و پول دماغهای بزرگی که ازشان پول میریزد دستهای کثیف جهودی که توی دماغهای بزرگ جهودی پول میچپانند از این جور چیزها بعد از مدتی دیگر به نیات زشت پشت جگها فکر نمی کنی. فقط دوست داری خنده باشند. به نظرم تو قیافه مسخره ای داری جهود یادم آمد پدرم یک بار به من گفت بهترین راه سردرگم کردن دشمن توهین روی توهین گذاشتن است گفتم من کتولم هستم پرسید تو چرا اینقدر احمقی گفتم نمیدونم بعد از اینکه فهمیدم چرا اینقدر زشتم به حماقتم هم فکر میکنم برت زود ماجرا دستش آمد و به من گفت من از تو زشترم تازه حرکت دست و چشمم هم هماهنگی ندارن گفتم من تا می میخورم زمین گفت من تا حالا هیچ دختری رو نبوسیدم و احتمالا تا آخر عمرمم نمیتونم این کار رو بکنم. گفتم پشت من پر از جوشه. احتمالا جاشون تا آخر عمرم میمونه. گفت راست میگی؟ منم. چارلی میلز هم راهش را از میان جماعت باز کرد و گفت این که چیزی نیست من چاق و زشت و بوگندو و احمقم تازه سر راهیم هستم هریسون ها جواج ایستاده بود و نمیدانست چه بگوید همه نگاهش کردیم و زدیم زیر خنده لحظه خوبی بود بعد هریسون با اعتماد به نفس کامل آمد طرفم هلم داد سعی کردم وزنم را روی یک پا بیاندازم ولی فایده ای نداشت. با صورت خوردم زمین. برای دومین بار با پیراهن سفید خونی برگشتم خانه. ادی بابا و آنوک روی ایوان نشسته بودند و چای می نوشیدند. به نظر خسته می آمدند. سکوت سنگینی حک فرما بود. یک چیزی به من می گفت که جر و بحث داغی را از دست دادم. دود سیگار میخک ادی در هوا معلق بود. وقتی نزدیک شدم خون روی پیراهنم دوباره زنده اشان کرد. هر سه در توجه نشان دادن با هم مسابقه گذاشتند. مثل سه مرد فرزانه که یک نفر بعد از ده سال سوالی ازشان بکند. آنوک اول از همه داد زد قلور مدرسه بهت گیر داد چرا شماره تلفن منو بهش نمیدی به هم زنگ بزنه مطمئنم مدیتیشن آرومش میکنه ادی گفت بهش پول بده با یکی سپر از پول برگرد و باهاش حرف بزن پدرم برای اینکه کم نیاورد از روی صندلیاش داد زد بیا اینجا پسر میخوام یه چیزی بهت بگم از پله های ایوان رفتم بالا زد روی زانویش یعنی بنشین اینجا ترجیح دادم بیستم بابا گفت میدونی دیگه کی رو کتک میزدن؟ سقرات بله سقرات یه بار که داشته با چند تا از رفقاش فلسفه بافی می کرده یه یارو که از حرفاش خوشش نیمده میاد جلو و چنان محکم با لگد میزنه به باسنش که میخوره زمین. سقرات نگاهش میکنه و با مهربونی بهش لبخند میزنه. با آرامش فوقلادهی با ماجرا برخورد میکنه. طرف ازش میپرسه چرا چیزی نمیگی؟ چرا کاری نمی کنی؟ میگه اگه یه قاطر بهت لگد بزنه سرزنشش می کنی؟ بابا قهقه قه زد. بدنش چنان تکان تکان میخورد که خدا را شکر کردم روی زانویش ننشستم. مثل گاو بالا و پایین میشد. وسط خنده گوشخراشش مکسی کرد و گفت گرفتی؟ گرفتی؟ گفتم نه ولی راستش گرفته بودم. اما حقیقتش من قطعا قاطر را به خاطر لگر زدن مجازات می کردم. میدادم نفلش کنند. قاطر خودم است. هر کاری دوست دارم می توانم بکنم. البته که من نکته داستان را گرفتم. ولی پیشنهاد پدرم هم درست مثل پیشنهادات ناممکن ادی و آنوک به هیچ دردم نمیخورد. بهتان میگویم بابا ادی و آنوک نورهایی که باید مرا در کودکی هدایت میکردند کاری نکردند جز اینکه هلم بدهند سمت یک دیوار آجوری چند هفته بعد رفتم خانه برد. مرا به تمع کیک شکلاتی کشاند خانهشان. گفت میخواهد دندانهای جدیدش را امتحان کند وقتی از مدرسه رفتیم بیرون برایم تعریف کرد چطور دکتر دندانها را دوباره با سیم سر جایشان محکم کرده و اجازه نداده اعصاب دندانهایش بمیرند آخر سر هم روت کانال کرده بود و برای این کار کلی گاز به خوردش داده بود ولی نه آنقدر که بیارزد. وقتی رسیدیم خانهشان حالم گرفته شد از اینکه دیدم از کیک خبری نیست. بعد هم که گفت خودمان باید کیک درست کنیم جا خوردم. فکر کردم بهتر از تکلیفم را با او روشن کنم. گوش کن. تو خیلی هم خوبی ولی احساس مسخره ای دارم از اینکه که واستم با کیک درست کنم نگران نباش قرار نیست چیزی بپزیم خمیرش رو درست میکنیم و میخوریم حتی فرم لازم نیست روشن کنیم به نظرم مشکلی نداشت ولی نهایتا خیلی هم بیشباهت به کیک پختن عذاب در نیامد وقتی شروع کرد علک کردن آرد میخواستم بزنم به چاک. هرچند نرفتم. صبر کردم. کار درست کردن مایه کیک را تمام کردیم و درست وقتی قاشقهای چوبی من را داخلش فرو کردیم صدای باز شدن درآمد. من اومدم بدنم یخ کرد و سر جایم ایستادم تا اینکه لای در باز شد و کله آقای وایت آمد تو این جسپر دینه سلام آقای وایت برت گفت سلام بابا که به نظرم عجیب آمد همیشه این تصور احمقانه را داشتم که در خانه هم آقای وایت صدایش می کند. آقای وایت در را کامل باز کرد و وارد آشپزخانه شد. شما دوتا دارین کیک درست میکنید بعد نگاهی به مخلوط انداخت و گفت هر وقت حاضر شد صدام کنید. منم میخوام. برت خندید و گفت حاضر؟ تموم شده. آقای وایت خندید. اولین باری بود که دندانهایش را میدیدم. خراب نبودند. آمد جلو و انگشتش را کرد توی ظرف و شکلات غلیز را چشید. بابات چطوره جسبر؟ میدونین پدرم همینیه که هست. خندید و گفت اون روز حسابی میدون رو برام تنگ کرد. گفتم بله. آقای وایس لبخند زنان گفت دنیا آدمای پرشور لازم داره. گفتم فکر کنم. بعد وقتی آقای وایت رفت طبقه بالا یاد دوره های طولانی جنون پدرم افتادم. در آن دوره ها شور به این معنا بود که یادش بماند سیفون را بکشد. اتاق برت شبیه اتاق بقیه نوجوانان بود فقط با این تفاوت که به قدری مرتب بود که احساس کردم نفس کشیدنم هم نظم آنجا را به هم میزند. روی میزش چند قاب عکس بود یکیشان عکس خودش بود همراه آقای وایت که در یک زمین ورزش دست در گردن هم انداخته بودند شبیه عکس یک فیلم احساساتی پدر و پسری بود. حتی یک ذره هم واقعی به نظر نمی آمد. بالای تختش یک صلیب بزرگ به دیوار نصب شده بود. با وحشت پرسیدم این واسه چیه؟ مال مادرم بوده. چه اتفاقی براش افتاد؟ سرطان معده آخ برت با قدم های آهسته و محتاط رفت سمت پنجره انگار داشت در تاریکی در مسیری ناآشنا قدم بر می تو هم مادر نداری درسته؟ برای اون چه اتفاقی افتاد؟ مافیای عرب باشه نمیخواد بگی از نزدیک به مسیحی که آن بالا به بند کشیده شده بود نگاه کردم. چشمان زج کشیدش با زاویه پایین را نگاه می کردند. فکر کنم مشغول تماشای عکس های احساساتی برت و پدرش بود. چشمها با اندوهی بسیار مشغول بررسی عکسها بودند. شاید او را به یاد پدر خودش انداخته بودند یا اینکه چطور گاهی وقتی انتظارش را نداری ناگهان به زندگی باز میگردی پرسیدم پس شما مذهبی هستید ما کاتولیکیم تو چی آتئیست برت ناگهان پرسید تو از مدرسه خوشت میاد؟ تو چی فکر میکنی؟ من همیشه با خودم میگم تا ابد که ادامه نداره، تا آخر عمرم که نیست. برو خوشحال باش که چاق نیستی. وقتی وارد دنیای واقعی بشی همه چیز درست میشه. هیچکس از آدمای لاغر بدش نمیاد. آره، شاید نشست لبه تختش و شروع کرد ناخون جویدن. الان قبول می کنم که آن روز ادراکم را مه گرفته بود. هیچ کدام از نشانه ها را ندیدم. ناخون جویدن را فریادی کمک طلبانه ندیدم. یا نشانه ای بر اینکه به زودی زیر خاک خواهد پوسید. بعد از مرگ برت بارها آن روز را در ذهنم کال بود شکافی کردم. فکر کردم اگر میدانستم حرفی می زدم یا کاری می کردم هر کاری که شاید نظرش را عوض کند. الان فکر می کنم چرا آرزو داریم کسانی که دوستشان داریم به زندگی بازگردند وقتی میدانیم قبل از مرگ چقدر عذاب کشیدند اینقدر ازشان متنفریم روز مرگ برت یک دوشنبه زنگ تفریح بود و همه داشتند با هم درباره مهمانی که یک شنبه شب رفته بودند خوشو بش میکردند لبخند می زدم چون حس تنهایی و ناخواسته بودن می کردم. به نظر می آمد همه ی آدم های دفترچه تلفن از آ، آرون تا زی، زوریکمن دعوت بودند جز من. فکر کردم محبوب بودن یعنی چه؟ و به این نتیجه رسیدم یعنی از سر تا ته راه رو کف دستت را در هوا به کف دست بقیه بکوبی. داشتم فکر می کردم از چنین چیزی خوشم نمی آید که صدای فریاد شنیدم. یکی پرید، یکی پرید. صدای زنگ مدرسه قطع نمی شد. همه از زمین بازی گذشتیم و دویدیم سمت سخره ها. معلمی به ما دستور داد برگردیم ولی تعدادمان بیشتر از این حرف ها بود. اسم هیستری جمعی به گوشتان خورده ولی کنجکاوی جمعی نیرومندتر است. هیچ چیز نمی توانست ما را وادار به عقب گرد کند. رسیدیم لبه صخره و پایین را نگاه کردیم. امواج بر ها می کوبیدند. انگار داشتند چیزی را هضم می کردند. یک جسد اینجاست. خب، یک دانش آموز. هر کس که بود تمام استخوانهایش بر اثر برخورد خورد شده بود. انگار داشتیم یک روپوش مدرسه را تماشا می کردیم که در ماشین لباسشویی می چرخید. کی بود؟ کی بود؟ بچه ها گریه می کردند. برای یک نفر سوگواری می کردند. ولی کی؟ برای چه کسی مویه می کردند؟ بچه ها داشتند از سراشیبی پایین می رفتند تا ببینند. احتیاجی نبود من ببینم. می دانستم برت است. چطور می دانستم؟ چون چارلی لبه صخره کنارم ایستاده بود و تنها دوستم به جز چارلی برت بود. این به این تراژدی جنبه شخصی داده بودم. میدانستم متعلق به من است و حق هم داشتم. صدایی از پایین حدسم را تایید کرد. برت وایت آقای وایت مثل بقیه ما آنجا ایستاده بود و پایین را نگاه می گرد. سیخ ایستاد و تلو تلو خورد. قبل از اینکه به دوت پایین و پسر مردش را در آغوش بگیرد و پلیس سر برسد و برت را به زور از دستان خیس و سردش بیرون بکشد. مدتی طولانی همه با دهان باز نگاهش کردند که داشت چون ویران ای رومی بل لبه صخره، فرو می ریخت. یاد داشته برت دست آدم های نااهل افتاد. چند دانش آموز فوزول یادداشت را در گنجش پیدا کردند و قبل از اینکه دست مدیر و نازم برسد بین تمام شاگردها دست به دست شد. یادداشت این بود: برای من ناراحت نباشید مگر اینکه خود را آماده کرده اید تا آخر عمر ناراحت باشید دو سه هفته اشک و آه و پشیمانی چه فایده ای دارد وقتی قرار است یک ماه دیگر دوباره بخندید نه فراموشش کنید فقط فراموشش کنید به نظر من که یادداشتش خیلی خوب بود یک راست رفته بود سر اصل مطلب جرفای احساسات انسانی را اندازه گرفته بود و فهمیده بود عمقی ندارد و نتیجه را اعلام کرده بود آفرین برت هر جا که هستی به دام اکثر یادداشت‌های این چنینی نیفتاده بود مردم اکثرا یا اتهام میزنند یا تقاضای بخشش میکنند به ندرت پیش میآید چیز به درد بخوری بنویسند مثلا اینکه بعد از مرگش با حیوان خانگیش چه کنند صادقانه ترین و شفاف ترین یادداشت خودکشی که خواندم مال جورج سندرز بازیگر انگلیسی است مردم عزیز من شما را ترک می کنم چون حوصلم سر رفته احساس می کنم به اندازه کافی زندگی کردم من شما را با تمام دل و پسیهایتان در این فاضلا به دلانگیز تنها می گذارم موفق باشید فوقلاده نیست بدجور راست گفته اینجا واقعا یک فازلا به دلانگیز است. با مخاطب قرار دادن همه آدم ها نگران نیست کسی را جا انداخته باشد. دلایلش هم موجز و شفافند. آخرین وصیت شاعرانش را می کند و بعد گشاد دستانه برای همهمان آرزوی موفقیت می کند. این یادداشتی است که به نظرم جذاب است خیلی خیلی بهتر از یادداشتی است که یک بار نوشتم خب اگر زندگی یک هدیه باشد چی تا حالا هیچ هدیه ای را پس نداده اید چیز جدیدی نیست فکر کردم چرا تا آخر یک خر مرد رنده بدقلق نباشم. اگر یک مرتبه بزرگوار می شدم با عقل جور در نمی آمد. ولی راستش من اصلا اهل خودکشی نیستم. این عادت احمقانه را دارم که فکر کنم همه چیز بهتر می شود حتی وقتی تمام شواهد بر چیز دیگری دلالت دارند حتی مواقعی که همه چیز بدتر و بدتر و بدتر و بدتر, و بدتر می شود برت با شلوار قهوه‌ای و پیراهن آبی به خاک سپرده شد. آقای وایت لباس ها را روز قبل خریده بود. حراج بودند ولی اصرار کرده بود تمام پول را پرداخت کند. شنیدم فروشنده با او حرفش شده. گفته ده درصد تخفیف خورده. ولی آقای وایت تخفیف را قبول نکرده و پول را پرت کرده جلوی فروشنده خندان و دویده بیرون. مجنون از غم برت با موی شانه شده به عقب در تابوت دراز کشیده بود. بو ژل مو حالت حک شده بر چهره بیخون و سفیدش خواب آرام فکر کردم این کسوف حقیقی توست شیرجه بلند منجمدت لکنت آزارندت با فراموشی درمان شد پس ناراحت چه باشی؟ روز تطفین آفتابی بود و صاف نسیمی خوش همه چیز را سبک می کرد انگار نباید برای چیزی دل می سوزندی. انگار می گفت قمگساری کاری بیهوده است کلاس ما را برای صبح تعطیل کرده بودند دانش آموزان سالهای دیگر هم می توانستند بیایند ولی اجباری نبود. گورستان یک کیلومتر بیشتر با مدرسه فاصله نداشت و برای همین پیاده رفتیم. حدود صد دانش آموز بودند و چند معلم که یا برای سوگواری آمده بودند یا نظارت یا هر دو اگر می توانستند. بیشتر آدم های گروه وقتی برت زنده بود سلام هم بهش نمی کردند ولی حالا برای خداحافظی با او صف کشیده بودند. همه دور قبر جمع شدیم و منتظر ماندیم که شیش حرفهایش را شروع کند. از آن جنس سکوت هایی حاکم بود که صاف کردن گلو هم آدم را تا سرحد مرگ می ترساند. فکر کردم رو پوش مدرسه ما را شبیه پستچیهایی کرده که جمع شدند تا همکارشان را برای خدا ارسال کنند در ذهنم روی تابوت نوشتم بازگشت به فرستنده کشیش شروع کرد خطابش انگار از میان یک فیلتر قهوه به من می رسید قطره قطره اوبرت را خسته از جهان صحیح فانی و ضعیف صحیح و مشتاق برای رسیدن به سرور و ناجیمان بعید توصیف کرد بالاخره با لحنی احساساتی گفت خودکشی گناهی مهلک است سب کن ببینم قبول برت جان خودش را گرفت ولی در عوض پاسخ حملت را داد برت موزل حملت را به راحتی علامت زدن یک گزینه جواب داد بودن یا نبودن نبودن میدانستم این رسم و موعظهاش فقط ترفندی برای زهر چشم گرفتن است که طی قرنها بی تغییر باقی مانده در حالی که کارهایی مثل زالو انداختن به تن کسی که دماغش راه افتاده مدت هاست بر چسب کهنه خورده و فراموش شده تابوت پایین آورده شد و صدای هایی که روی درش می افتادند به آدم این حس را میداد که چیزی داخلش نیست. بلت لاغر بود. یک بار به او گفته بودم هیچ کس از آدم لاغر بدش نمی آید. فکر کردم هیچ کس جز کرم های گرسنه. زمان گذشت خورشید مثل یک آب نبات طلایی رنگ زکام در آسمان حل شد. تمام مدت آقای وایت را تماشا می کردم. جوری می درخشید انگار با نور فلورسنت زرد روشن شده بود. داشت وحشتناکترین شکل تحقیر عمومی را تجربه می کرد. به خاطر بیتوجهی فرزندش را از دست داده بود. درست مثل کسی که بچهش را روی سقف ماشین بگذارد و یادش برود برش دارد و راه بیفتد. بعد از معزه آقای سیلور مدیر مدرسه رفت و دستش را روی شانه آقای وایت گذاشت. آقای وایت واکنش شدیدی نشان داد و دست مدیر را از روی شانش کنار زد. وقتی راه افتاد و رفت فکر کردم خیلی خوب برد. پدرت دارد می آید. می آید تا پیراهنها و شلوارهای خالیت را جمع کند. واقعا به همین فکر کردم. وقتی برگشتیم مدرسه توی حیات جمع شدیم. یک مشاور درباره خودکشی جوانان حرف زد. از ما خواست با رفقای نااستوارمان ارتباط بگیریم و دنبال نشانه ها بگردیم. توصیفش از نوجوانان متمایل به خودکشی جماعت را حیرت زده کرد. همه ما در توصیفش می گنجیدیم. به تماممان موضوعی برای فکر کردن داد. زنگ خورد و همه به جز مقطع ما راه افتادند سمت کلاس هایشان. از بالا تصمیم گرفته شده بود که ما غمگین تر از آنیم که بتوانیم دیفرانسیل و انتگرال یاد بگیریم. آشفته بودم. حضور برت را حس می کردم. اول او را در جایگاه دیدم و بعد در میان جمعیت. مطمئن بودم به زودی سرش را روی گردن خودم خواهم دید. میدانستم باید آنجا را ترک کنم بروم و دیگر پشت سرم را هم نگاه نکنم در مدرسه باز بود. وسوسه می کرد. اگر می دویدم سمتش چه می شد؟ یا حتی کاری بهتر قدم زنان به طرفش می رفتم. خیالاتم با اشاراتی ماورا و طبیعی برهم خورد. خیلی از بچه ها داشتن بحث می کردن برت الان کجاست؟ واقعا کجا بود؟ بعضی میگفتند در بهشت است، بعضی هم اعتقاد داشتند برگشته به نقطه آغاز، به ظلمات و منتظر است ببیند صف تناسخ کی تشکیل می شود. پس بابت یک جور وفاداری بزرگوارانه به دوست مردم بود که ترک تحصیل کردم یک جور اعتراض نمادین که قلبم باعثش بود کاش اینطور بود اصلا از این خبرها نبود فکر کنم بهتر از تکلیفم را روشن کنم بعد از ظهر روز خاک سپاری پستچی یک بسته آورد داخلش یک گل سرخ بود و یک نامه کوتاه از طرف برت بود دوست سرد و مردم جسپر عزیز یه دختر قد بلند زیبا با موهای قرمز آتشین هست که یک سال از ما بالاتره اسمش رو هم نمیدونم تا حالا باهاش حرف نزدم دارم نگاهش میکنم و اینو مینویسم داره کتاب میخونه. همیشه اینقدر غرق خوندن میشه که حتی بالا رو نگاه نمیکنه. خیلی عصاب خورد کنه که نشسته و همینجور توی آفتاب کتاب میخونه زیر نور خورشید. لطفا این گل سرخ رو بهش بده و بهش بگو دوستش داشتم و همیشه دوستش خواهم داشت. همیشه دوستت برت نامه را تا کردم و گذاشتم ته کشو بعد برگشتم سر خاک برت و گل سرخ را گذاشتم روی سنگ قبرش و رهایش کردم همانجا بماند چرا ندادمش به دختری که عاشقش بود؟ چرا آخرین آرزوی یک آدم مرده را برآورده نکردم؟ خب به یک دلیل هیچ وقت موافق نبودم آدم در شهر دوره بگردد و ریز خواسته های درگذشتگان را اجرا کند. سانیان به نظرم نامعقول و بیرحمانه بود این دختر بیچاره را درگیر یک خودکشی کنم. خودکشی کسی که حتی از وجودش هم خبر نداشت. هر کسی که بود مطمئن بودم به اندازه کافی بدبختی داشت که نخواهم گناه مرگ کسی را که حتی نمیتوانست از میان یک جمع دو نفره تشخیصش بدهد به گردنش بیاندازم. روز بعد رفتم حیات بالای مدرسه. زمینی بدون درخت با خاکی تشنه که دانش آموزان سال بالایی در آن فخر فروشانه پرسه می زدند. همین جوری بودند. خود را بالاتر از بقیه ما قرار میدادند. انگار رسیدن به سالهای آخر قابل قیاس بود با سه دور خدمت در ویتنام. اثر کنج کاوی رفتم. برت زمانی که عاشق دختری قد بلند و مو قرمز شده بود دست به این کار زده بود. به خاطر او این کار را کرده بود. این دختر که بود؟ دلیل عملش قلدرهای مدرسه نبودند؟ کارش بابت اشتیاقی سرکوب شده بود؟ ته دلم می گفتم، کاش این طور باشد. چون هر بار هریسون را می دیدم، فکر می کردم برت به خاطر او دیگر وجود ندارد و حالم بد می شد. دوست داشتم جانشین با ارزش تری برای دلیل مرگ دوستم پیدا کنم. این چیزی بود که در جستجویش بودم. دختری که ارزش داشته باشد آدم به خاطرش بمیرد و متاسفانه پیدایش کردم. از آنجایی که حافظه درست درمانی دارم باید بعضی از خاطراتم را برای حساب پس دادن احزار کنم. واقعیت این است که هنوز هم می خواهم خودم را گول بزنم. برای همین وقتی یاد دخترهای دبیرستانم می افتم، احساس می کنم فقط دارم خیال بافی می کنم. در چشمان ذهنم آنها را شبیه دخترهای خوشگل و دلبر ویدو کلیپ ها می بینم. با عقل جور در نمی آید. می بینمشان که پیراهن سفید پوشیدند با دامن سبز و جوراب کرم رنگ بلند و کفش های سگکدار مشکی. می بینمشان که بر فراز پاهای رنگ پریدهشان در راه روهای باریک شناورند و موهایشان چون شعله هایی در دست باد پشتشان موج میخورد. این هم با عقل جور نیست. ولی به این یکی اطمینان دارم. دختری که برت عاشقش بود قد بلند بود و سفید با موهای سرخ آتشین که مثل آبشار بر پشتش جاری بود. با هایی به صافی تخم مرغ و پاهایی به بلندی لوله های زیر زمین. ولی در واقع سلاح سریش چشمان قهوهی رنگش بودند که اغلب زیر چتری نامرتبش پنهان می شدند. نگاهی داشت که می توانست یک دولت را سرنگون کند. عادت داشت نوک خودکار را بین لبهایش بگیرد. یک روز جامدادیش را دزدیدم و تمام خودکارهایش را بوسیدم. میدانم صورت خوشی ندارد ولی اصر خودمانی بود فقط من و خودکارها وقتی بابا آمد خانه ازم پرسید چرا لبهایم آبی شده میخواستم بگویم برای اینکه او آبی مینویسد همیشه آبی پانزده سانتی متر از من بلندتر بود و با آن موهای سرخ آتشین شبیه آسمان خراشی بود که آتش گرفته باشد. برای همین اسمش را گذاشتم آسمان خراش جهنمی. البته صورتش مستثنا بود. چطور توانسته بودم؟ چطور هیچ وقت آن صورت زیبا را ندیده بودم. شاید به این خاطر که هر سه روز یک بار از مدرسه در می رفتم. شاید او همین کار را می کرد ولی روزهایی که من مدرسه بودم. در مدرسه با فاصله دنبالش می رفتم و سعی می کردم از تمام زوایای ممکن ببینمش تا بتوانم تصویری سبودی برای خیال پردازی هایم فراهم کنم. گاهی اوقات که آرام راه می رفت جوری که انگار فقط کمی از سایش سنگینتر بود حضورم را حس می گرد. ولی خیلی از او فرستر بودم. هر بار که برمیگشت تظاهر می کردم دارم آسمان را نگاه میکنم و ابرها را می شمردم. شاید قصد استعلای خودم را داشتم. شاید میخواستم از طریق این زن قد بلند شاداب خودم را از کارناوال انفرادی ناامیدی رها کنم. خیلی خوب این حقم بود فقط کاش از انگیزه های ناخودآگاهم بی خبر بودم من هم دوست داشتم مثل همه از دروغ لذت ببرم نمیتوانستم به چیزی جز او و جزئیاتش فکر کنم برای مثال موهای سرخش ولی واقعا تا این حد ابتدایی بودم که مو جادویم کرده بود منظورم مو به معنای واقعی کلم است مو، همه مو دارند میبندندش، بازش میکنند که چی؟ این وسواس بیمارگونه حتی الان هم که مینویسمش مایه شرمندگی هم است. ولی فکر می کنم خیلی هم غیر طبیعی نیست. عشق اول همین است. با عشق ملاقات می کنی و بی معطلی یک حفره درونت شروع می کند به خارش. حفره ای که همیشه وجود داشته. ولی توجهی به آن نمی کردی. تا اینکه یکی می آید و پرش می کند و بعد می زند به چاک یک مدتی نقش ها در رابطه من کاملا مشخص بود. من عاشق و تعقیبگر و پرستنده خورشید بودم و او معشوق و تعقیب شونده و پرستیده چند ماه به همین منوال گذشت آقای وایت بعد از مرگ برت دوباره مشغول درس دادن شد تصمیم غلطی بود آن کارهایی را نکرد که هر کسی باید بعد از یک تراژدی شخصی انجام بدهد. فرار کند، ریش بگذارد، با دختری نصف سن خود روی هم بریزد. آقای وایت از این جور کارها نکرد. مثل همیشه برگشت به کلاس. حتی حوصله نداشت دستور بدهد میز پسرش را از کلاس ببرند بیرون. خالی یک گوشه افتاده بود و کفه ترازو را به نفع غم سنگین تر می کرد. روزهایی که حال و روزش بهتر بود جوری به نظر می آمد انگار از خوابی عمیق بیدار شده. البته بیشتر شبیه این بود که از گور نبش قبر شده باشد. کم کم دیدیم که باید برای شنیدن حرفهایش گوش تیز کنیم. انگار میخواستیم نبز ضعیفی را تشخیص بدهیم. با اینکه به قدری رنج میکشید که دیگر تبدیل به کاریکاتوری از عذاب شده بود باز هم شاگردانش با او همدردی چندانی نمی کردند. فقط متوجه شده بودند که قبلا بی نهایت خشمگین بود و حالا بی نهایت دور از دست رز. یک بار انشای بچه ها را گم کرد. به من اشاره کرد و گفت یه جایی تو ماشینن جسپر. برو پیداشون کن. بعد سویچ را برایم پرت کرد. رفتم سراغ ماشینش یک فولکس واگن پوشیده از خاک داخلش ظروف خالی غذا لباسهای خیس و یک میگو پیدا کردم ولی از ورقه ها خبری نبود وقتی دست خالی برگشتم شانه هایش را بالا انداخت یعنی گم شده که شده به جهنم همین جوری بود وقتی صدای زنگ بلند می شد آقای وایت زودتر از ما وسایلش را جمع می کرد تا از کلاس برود بیرون انگار با ما مسابقه داشت مسابقه ای که همیشه برندش بود ولی به دلایلی سر کارش ماند روز بعد آقای وایت ازم خواست بعد از کلاس بمانم تمام بچه ها به من چشمک زدند یعنی اینکه توی درد سر افتاده ای و ما هم از این اتفاق خوشحالی ولی آقای وایت فقط دستور کیک شکلاتی را میخواست که من و برت آن روز درست کرده بودیم. گفتم نمیدونم. آقای وایت مدت زمانی غیر طبیعی سرتکان داد. بی مقدمه پرسید تو کتاب مقدس رو قبول داری جسپر؟ گفتم با بعضی جاهاش مشکل دارم. مثلا این چه بلاییه که سر زن لوت میاد؟ چرا تبدیل میشه به ستون نمک؟ جرمش چی بود؟ سرچرخوندن؟ باید قبول کنیم که اسیر زمانه ازش آزاد نیست وگرنه میشد آدمهای دوران باستان رو حسابی گیج کرد مثلا میتونست تبدیل بشه به تلویزیون پلاسما یا دست کم یه ستون از الیاف مصنوعی از قیافه آقای وایت معلوم بود حواسش به بحث درخشانم نیست. البته باید بگویم متاسفانه تمامش را از سخنرانی های شبانه پدرم سرقت ادبی کرده بودم. چی در سرم بود؟ چرا برای مردی که داشت مثل تنه یک درخت کهنه میپوسید حرف مفت می زدم. چیزی که باید میگفتم این بود چرا کارتو ول نمی کنی؟ از اینجا برو مدرسه تو عوض کن شغل تو عوض کن زندگی تو تغییر بده ولی نگفتم گذاشتم به دیوارهای قفسش ناخون بکشد گفت خیلی خوب برو به کلاس بعدیت برست جوری که با کراواتش ور می رفت نزدیک بود اشکم را سرازیر کند مشکل آدم هایی که توی صورتت رنج می کشند همین است دماغ خاراندنشان هم متأثر کننده است کمی بعد بابا آمد مدرسه دنبالم برخلاف تصورتان خیلی هم اتفاق نادری نبود. بعد از تمام کردن فعالیت های روزانش، بلند شدن از رخت خواب یک ساعت، صبحانه نیم ساعت، خواندن چهار ساعت، قدم زدن دو ساعت، خیره شدن دو ساعت، پلک زدن چهل و پنج دقیقه می آمد دنبالم، تا کاری کرده باشد. وقتی رسیدم به در مدرسه دیدم پدرم با لباس نشسته و صورت بد اصلاح شده منتظرم است. گفت این مرد بد اخلاقی که منو چپ چپ نگاه میکنه کیه؟ کی؟ برگشتم و آقای وایت را دیدم که با حالتی خلصوار از پنجره کلاس ما را نگاه می کرد. انگار داشتیم کاری قریب و جذاب می کردیم. ناگهان احساس کردم انتری هستم که با آهنگ ارگ دستی پدرم می رقصم. معلم انگلیسیه پسرش مرده قیافش آشناست بایدم باشه یه روز نزدیک چهل دقیقه هرچی تونستی بهش گفتی واقعا منظورت چیه؟ اومدی کلاس و بی دلیل آبروشو و بردی یادت نمیاد؟ راستش نه ولی کی حساب همچین چیزایی رو نگه می داره؟ گفتی پسرش رو از دست داده آره؟ برت دوستم بود. بابا با شگفتی نگاهم کرد. به هم نگفته بودی؟ گفتم دوست جونجونی نبودی میدونی یه سری آدم از جفتمون متنفر بودن. چجوری مرد؟ اووردوز با مواد؟ نه خودشو از صخره پرت کرد پایین. بابا برگشت سمت صورت غمگین آقای وایت که از پنجره ما را تماشا می کرد. فکر کنم باید برم باهاش حرف بزنم. نه. چرا نه؟ اون مرد ازاداره. دقیقا به همین دلیل نه. بابا حرفم را تکرار کرد ولی نظری کاملا متفاوت با من داشت. چون راه افتاد سمت پنجره ی کلاس. هر دو از پشت پنجره به هم خیره شدند. همه چیز را می دیدم. بابا زد به پنجره. آقای وایت پنجره را باز کرد. دیدمشان که اول دوستانه با هم حرف زدند و بعد جدی شدند. بعد آقای وایت زد زیر گریه و پدرم دستش را از پنجره تو برد و با زاویه غیر طبیعی روی شانه آقای وایت گذاشت. بعد بابا در حالی که لبهایش را جوری جمع کرده بود که انگار داشت سوت میزد آمد طرفم. سوت نمیزد فقط لبهایش را جمع کرده بود. بعد از این گفتگوی نامعلوم دیوان بازی های آقای وایت شروع شد. هیچ از اولیای مدرسه نمی توانست چیزی را ببیند که من سر تا پای وجود آقای وایت می دیدم. تأثیر پدرم. اینجوری شروع شد. یک روز صبح با قیافه شبیه یک انگشت شست زیادی خیس خورده وارد کلاس شد. بعد ایستاد و چشمانش را گشاد کرد و با نگاهی که سوراخمان میکرد به تک تک من خیره شد. هیچ کس توان ایستادگی در برابر نگاهش را نداشت. تنها کاری که میشد کرد این بود که سرت را بیاوری پایین تا نگاهش از تو رد شود و بر قربانی بعدی بیفتد. انگار ازرائیل بود. این مرد توهی با چشمانی مجهز به عشعه ایکس به میزش تکیه داده بود. صبح بود و یادم است که پنجره ها باز بودند. لایه ای از مه شیری رنگ به داخل میخزید و هوا به قدری با دریا قلیز شده بود که میشد مزه پلانگتونها را حس کرد. سکوت ترسناکی حاکم بود. فقط صدای اقیانوس شنیده میشد که خود را بالا میکشید و بعد فرو میرید. دانش آموزها با تعلیقی نفس بریده نگاهش میکردند. کردند. که باید برای دکتر و وکیل شدن آموزش ببینین ولی برای پدر و مادر شدن نه. هر حالوی می تونه پدر و مادر بشه. حتی لازم نیست توی سمینار یه روزه شرکت کنه. تو سایمون تو هم اگه بخوای میتونی فردا بابا بشی. همه خندیدند. حق هم داشتند. سایمون از آنهایی نبود که بتوانی در نقش پدر تصورش کنی. هرگز. تو واسه چی اینجایی؟ نه تو این کلاس. تو این دنیا. فکر میکنی پدر مادرت به این که چرا باید تو رو به دنیا بیارن؟ فکر کردن؟ گوش کنی. وقتی مردم یه بچه تازه به دنیا میارن چیا میگن؟ این بهترین کاریه که تو زندگیم کردم. این جادوه و حرفایی مثل این. اونا این کار رو برای لذت خودشون کردن. برای فرو نشوندن نیازهای احساسیشون تا حالا متوجه این شدین اینکه شما تجسم امیال آدمای دیگه هستین الان که فهمیدین چه حسی داری هیچ کس حرف نزد حرفش حساب بود آقای وایت از میان سندلی ها راه افتاد سمت ته کلاس. نمیدانستیم جلو را نگاه کنیم یا چشممان را همراه او حرکت بدهیم یا درشان بیاوریم. از ته کلاس داد کشید. والدینتون از شما چی میخوان؟ برگشتیم طرفش. میخوان شما درس بخونید. برای چی؟ اونا برای شما امید و آرزو دارن چرا؟ برای اینکه شما رو مایملک خودشون میدونن؟ شما و ماشین هاشون شما و ماشین های زرفشویشون. شما و تلویزیون هاشون شماها متعلق به اونا هستین حتی یه نفر از شما چیزی بیشتر از فرصتی برای تحقق آرزوهای برآورده نشدشون نیست. <applause> والدینتون شما رو دوست ندارن. نذارین با گفتن دوستت دارم قصر در برن. نفرت انگیزه، دروغه. یه توجیه بی ارزشه برای سوء استفاده از شما. دوستت دارم یعنی تو به من مدیونی بدبخت تو نماینده ی معنای زندگی منی چون خودم نتونستم معنایی برای زندگیم پیدا کنم پس گند نزن نه ننه باباتون شما رو دوست ندارن اونا به شما احتیاج دارن خیلی بیشتر از اونی که شما بهشون نیاز دارید. مطمئن باشی دانش آموزها تا حالا چیزی شبیه این نشنیده بودند آقای وایت جوری پر سر و صدا نفس می کشید. انگار نایش گرفته ناگهان گفت خدایا من از اینجا میرم و از کلاس رفت بیرون مطابق انتظار در عرض چند ساعت کل مدرسه با این رسوایی جشن گرفت فقط همه چیز تغییر کرد بعضی میگفتند او به دانش آموزانش حمله کرده بقیه میگفتند کمربندش را درآورده و میخواسته تمام شاگردها را شلاق بزند و تعداد کمی هم آن کلمه غیر قابل گفتنی را که این روزها مردم از بازگو کردنش متنفرند زمزمه کردند کودک نواز کاش این آخرش بود. کاش می توانستم این نوشته را همینطور شاد به پایان برسانم. شاد؟ در قیاس با اتفاق بعدی بله شاد. اتفاقی که همان روز عصر افتاد به عنوان نخستین پشیمانیم در تاریخ ثبت شده تا به امروز شماره یک تمام کارهای خوبی که تا آن روز عصر انجام داده بودم دود شد و به هوا رفت و هر کار خوبی بعد از آن ازم سر زد تلاشی بود برای جبران کاری که کردم این بود کاری که کردم تمام روز آسمان خراش جهنمی را تعقیب کردم نگاهش کردم که زیر آفتاب کتاب خواند همانطور که برت توصیف کرده بود و تمام مدت با ناخونهای آبی رنگ با جورابش بازی کرد تمام مدتی که در حیات راه می رفت و دست دختری را که صورتی شبیه بیل داشت در دست می فشرد دنبالش کردم وقت ناهار پشتش ایستادم و دیدم پای گوشت سفارش داد و وقتی آشپز حواسش نبود چند پاکت سس گوجه فرنگی برداشت و در جیبش گذاشت و آرام راهش را کشید و رفت همان عصر آقای اسمارت معلم زیست شناسی را تعقیب کردم که دختر را در راه روهایی که بوی نامی دادند دنبال می کرد. وقتی مچش را گرفت دختر جوری سرش را در دستانش گرفت انگار ارسیهی با ارزش است. معلم پرسید چرا نرفتی سر کلاس؟ بی جواب داد عادتم و بعد اضافه کرد ثابت کن نیستم. عالی بود. مرد در هم شکسته چشمانش را به زمین دوخت. آرزو می کرده ای کاش با کلکسیون خزه های عجیب که یک بار با خودش به کلاس آورد در خانه مانده بود. بعد از مدرسه ساعتها در ایستگاه قطار وقت تلف می کردیم. این کار را در بیست و چند سالگی هم امتحان کنید. هیچ لذتی ندارد باور کنید مامورها دائم به ما میگفتند بروید خانه ولی واقعا هیچ قانونی ضد ایستادن در ایستگاه و سوار نشدن وجود ندارد آن اصر آسمان خراش جهنمی را تا انتهای ایستگاه دنبال کردم با دوستان همیشگیش ایستاد و من از پشت یک سکو با دهان باز نگاهش می کردم و مشغول افکار عجیب و غریبم بودم. آرزو می کردم در موقعیتی خطرناک قرار بگیرد تا بتوانم نجاتش بدهم. روی خودم توف می کردم که چرا دختری را که هرگز هم کلامم نشده تا این حد بالا بردم. در آرزوی این می سوختم که از او یادگاری به دست بیاورم و چون شیعی مقدس حفظش کنم. او و دوستانش همین جور به لبه نزدیک می شدن. طوری که برای دیدنش مجبور شدم از مخفیگاه هم بیایم بیرون. یکی از دوستانش، تونی، پسری که کمی قوز داشت. میدانستم قوز دارد چون یک بار در عوض نظریش مبنی بر اینکه چشمانم زیادی به هم نزدیکند یک پاکت سیگار از من گرفت. رو به آسمان خراش جهنمی کار زشتی کرد. آسمان خراش با نفرت روگرداند و در دام نگاه من افتاد. جفتمان خلع سلاح شدیم. بعد اتفاق غریبی افتاد. او هم خیره نگاه هم کرد. چشمانش گشوده و بدون پلک زدن مرا به مبارزه طلبیدند تا نگاه ازشان بر ندارم. آن لحظه مثل کش تا ابدیت کشیده شد و بعد در یک نانو ثانیه برگشت و دوباره به حالت اول درآمد. بنابراین کلا حدود هشت و نیم ثانیه طول کشید. برگشتم و رفتم سمت یک تلفن عمومی. چند سکن داختم و علکی شماره گرفتم. الو الو شما منم خودتی کی هستی چی میخوای گفتم مهم نیست حالت خوبه تو کی هستی گفتم که منم هنوز سنگینی نگاه آسمان خراش جهنمی را بر خودم حس می کردم. میدانستم باید چه کار کنم. سرم را به شدت تکان دادم و بلند خندیدم. بعد دست از خنده کشیدم و خردمندانه سر تکان دادم انگار کسی که آن طرف خط بود حرفی با مزه ولی برخورنده زده بود که تازه معنایش را متوجه شده بودم. خیلی عادی برگشتم تا ببینمش ولی حالا پشتش به من بود. احساس کردم تیقی کوچک غرورم را خراش داد. داشت تاریک می شد. همه بی آنکه حرفی رد و بدل کنند به این نتیجه رسیدند که ولگردی در ایستگاه دیگر لطفی ندارد. تا فردا البته. و وقتی قطار رسید همه صف کشیدیم. در انتهای واگن شلوغ هم همه بود و جمعیتی کوچک دایره تشکیل داده بودند. خبری بد برای یکی. دایره آدم های یعنی خبر بد. راستش بعضی اوقات فکر می کنم نباید به انسانها اجازه داد گروه تشکیل بدهند. من فاشیست نیستم ولی برایم مهم نیست اگر مجبورمان کنند تا آخر عمر در صف زندگی کنیم صدای خنده شنیدم این یعنی یک نفر داشت رنج میکشید دلم برای آن بدبخت سوخت خوشبختانه چالی به خاطر مریضی خانه بود و برت هم مرده بود بنابراین هر کسی را که تحقیر می کردند ربطی به من نداشت. با این حال جمعیت را کنار زدم و رفتم آن سمت ببینم چه خبر است. آقای وایت دانش آموزها کلاهش را قاپیده بودند و دست به دست میکردند تا به اون نشان بدهند اینجا قدرت دست آنهاست. آقای وایت سعی می کرد کلاهش را پس بگیرد. به طور عادی حتی یاقی ترین جوانهای معتاد به کرک هم جرأت نمی کنند به یک معلم حمله جسمانی کنند. احساسی و روانی چرا؟ جسمانی نه. ولی آقای وایت معلمی بود که شایعه ها او را بدل به شیطان کرده بودند و هر کاری در حقش جایز بود. داد زدم. هی! Hey. همه نگاه هم کردند. این اولین ایستادگی هم بود در برابر قلدرها. در برابر بیرحمی این وحشی دوپا و مصمم بودم خودم را ناامید نکنم ولی بعد چهار اتفاق افتاد اول اینکه متوجه شدم کسی که کلاه را در دست دارد آسمان خراش جهنمی است دوم اینکه هی گفتن من قهرمانانه تعبیر نشده بود فکر کردن منظورم این بوده هی hey, کلاه و برام پرت کن آسمان خراش جهنمی کلاه را برایم پرتاب کرد خورد به صورتم روی زمین قل خورد و رفت سمت در آقای وایت با قدم های سنگین رفت طرف کلاهش سومین اتفاقی که افتاد این بود که آسمان خراش جهنمی داد زد. برش دار جسپر. اسمم را بلد بود خدای من اسمم را بلد بود. مثل دیوانه ها دویدم طرف کلاه. برش داشتم. آقای وایت وسط واگن متوقف شد. بعد چهار رومین چیز. آخرین اتفاق دردناک جیغ کشید پرتش کن بیرون جسپر من تلسم شده بودم لای در را باز کردم اینقدر که بتوانم دستم را ببرم بیرون کلاه در باد والس می رقصید صورت آقای وایت در حالتی از آسودگی خیال زورکی منجمد شد. حالم بد شد. بد بد. به عمرم تا این حد از خودم بیزار نشده بودم. چرا داشتم این کار را می کردم؟ نکن جسپر نکن نکن. کردم. کلاه را ول کردم باد بردش آقای وایت دوید طرفم حجوم بردم سمت در انتهای واگن. باران صورتم را شلاق زد. در واگن بعدی را باز کردم دویدم تو و پشت سرم بستمش. سعی کرد بیاید تو ولی پایم را گذاشتم جلوی در. روی سکوی کوچک و لرزان بین دو واگن زیر باران ایستاده بود و تقلا میکرد کرد در را باز کند. بند کیفم را انداختم دور دستگیره و با پای دیگرم نگهش داشتم و ادامه کار را سپردم به قوانین فیزیک. چیزی نگذشت که خیس آب شد. فوش میداد. بالاخره بیخیال شد و برگشت حالا بقیه بچه ها جلوی آن در را گرفته بودند. باران شدید تر شد. برگشت طرف من و با مشت زد به شیشه میدانستم اگر راهش بدهم مرا به جای نهار خواهد خورد. گیر کرده بود. باران شدیدتر شد آقای وایت دست از داد و فریاد برداشت و با چشمانی به سان چشمان سگی پیر به من خیره شد احساس کردم چیزی درونم غرق شد ولی کاری از دستم بر نمی آمد در ایستگاه بعدی هر دو آسمان خراش جهنمی را نگاه کردیم که از قطار پیاده شد. از پشت شیشه کثیف به من لبخندی زد و گفت هیچ وقت یادم نمیره برام چه کار کردی. جسپر دین نابود کننده کلا. صبح روز بعد از راه روی خفه دراز و راه پله ساکت گذشتم تا به حیات برسم که همه در آن جمع شده بودند. نازم آمد روی سکو. دیروز عصر آقای وایت معلم ادبیات انگلیسی از طرف بچه های همین مدرسه مورد ارعاب قرار گرفته. سر و صدا مثل مار پیچید میان جمعیت. نازم حملات کلامیش را از سر گرفت. دانش آموزایی که تو این کار دخیل بودن یک قدم بیان جلو. همه اطرافشان را نگاه کردند تا ببینند کسی تقصیر را گردن می گیرد یا نه. من هم دور و برم را نگاه کردم. خیلی خوب پس خودمون باید پیداشون کنیم مطمئن باشین میفهمیم کار کی بوده فعلا مرخصی رفتم و در این فکر بودم که دورانم در این مدرسه رو به پایان است هنوز 20 دقیقه نگذشته بود که در آزمایشگاه صدای زنگ شنیدیم قطع نمیشد و بعد صدای فریادی پر از لذت یکی پرید یکی پرید دویدم بیرون زنگ همچنان ادامه داشت زنگ خودکشی بود فکر کنم اولین مدرسه کشور بودیم که چنین زنگی داشتیم الان همه جا مد شده همه دانش آموز ها مثل گوسفند فوزول دویدند سمت لبه صخره. من حس بد نداشتم. بدترین حس را داشتم. چون میدانستم چه کسی این کار را کرده و خودم هم در آن نقش داشتم. از لبه پرتگاه نگاه کردم، و بدن لخت آقای وایت را دیدم که موجها به صخره میکوبیدندش آن بعد از ظهر انگار داشتم زندگیم را از توی یک روزنامه لوله شده نگاه میکردم قلبم را از آخرین رسوبات معصومیت خالی کرده بودم یک انسان را کرده بودم زیر خاک یا لاقل به سقوطش کمک کرده بودم و از خودم نفرت داشتم برای ابد و شاید هم بیشتر چرا نه؟ نباید تمام گناهان خود را بخشید نباید همیشه به خود آسان گرفت گاهی بخشیدن خود کاری نابخشودنی است پشت سالن ورزش سرم را میان دستانم گرفته بودم و نشسته بودم که ارشد مدرسه یک جور هیتلر جوان و مهربان آمد طرفم و به من گفت مدیر میخواهد مرا ببیند فکر کردم دیگر تمام شد رفتم دفتر مدیر و دیدم صورت منعطفش تبدیل شده به تصویری از درماندگی گفتم سلام آقای سیلور تو دوست برت بودی نه؟ بله میخواستم اگه اشکالی نداره توی مراسم تطفین آقای وایت سرود بخونی من؟ قاتل در مراسم تدفین قربانیش سرود مذهبی بخواند؟ وقتی مدیر در حال تشریح وظایفم در مراسم خاک سپاری بود در این فکر بودم که این احتمالا یک جور مکافات هوشمندان است چون احساس می کردم شفاف شدم احساس می کردم همه چیزم پیداست. حس یک خرابه باستانی را داشتم. گله کوزگری افکار باستانیم همه چیز را درباره تمدنی که ظالمانه آنجا حکم رانده بود برملا می کرد. گفتم باعث افتخارمه در مراسم خاک سپاری دعا بخونم. چه چیز دیگری میخواستم بگویم؟ شب تمام سرودهای مذهبی را خواندم. تمام چیزهایی که از سرودهای مذهبی انتظار داری در خود داشتند. خشونت، استعاره های گردن شکن و نماد پردازی های دنیای کهن. یک صفحه از کتاب مقدس کندم و با خودم گفتم من صدایم را خرج کلامی چنین بی معنا و قمفزا نمی کنم. در عوض بخشی از یکی از کتاب های مورد علاقه پدرم را انتخاب کردم. یکی که چند سال پیش مرا با آن ترسانده بود. آنی که با من مشترکاتی داشت. یک بخش از کتاب شعر شهر شب هولناک اثر جیمز تامسون. صبح روز تشیی دوباره به دفتر مدیر احضار شدم. فکر می کردم می خواهد ترتیب مراسم را برایم بگوید. از دیدن آسمان خراش جهنمی که پشت در دفترش به دیوار تکیه داده بود جا خوردم. پس بالاخره انگشت اتهام به سمتمان گرفته شده بود. فکر کردم چه بهتر. گفت بیچاره شدی. جواب دادم حقمونه. میدونم کی فکر می کردی همچین واکنش بدی نشون بده؟ آقای سیلور در را باز کرد و گفت حرف نزنی. و بعد اشاره کرد وارد دفترش بشویم. آسمان خراش جهنمی جوری به خود لرزید انگار چک خورده. و من در این فکر بودم در چه سنی کشف کرده میتواند مردها را متقاعد کند از پنجره قطار کلاه پرتاب کنند بیرون. اگر الان از او بپرسم روزش را به خاطر می آورد؟ آن لحظه را؟ واقعه را؟ واقعی که حاضر نیستم برای تبادل داستان قدرت او با حماسه ضعف خودم از آن سخن بگویم. یک زن میان سال لاغر در دفتر نشسته بود. چشمان باریکش با هر قدمی که بر می داشتم چند میلیمتر جمع تر می شد. مدیر گفت شما دوتا چی دارین بگین؟ گفتم این دختر گناهی نداره همش تقصیر من بود. از جهنم پرسید راست میگه گناه کارانه سرتکان داد. زن به من اشاره کرد و گفت دروغ میگه این کلاها انداخت بیرون ولی دختره بهش دستور داد. به هم برخورد چون داشت راستش را میگفت. بلند شدم و دستهایم را گذاشتم روی میز مدیر. خواهش میکنم یه لحظه دختری رو که دارین بهش اتهام میزنین نگاه کنین. نگاه میکنین؟ داشت نگاهش میکرد. اون قربانی زیبایی شه. چرا؟ برای اینکه زیبایی یعنی قدرت و ما تو درس تاریخ یاد گرفتیم قدرت فساد میاره. بنابراین نتیجه زیبایی مطلق فساد مطلقه. آسمان خراش جهنمی به من زل زد. آقای سیلور گلویش را صاف کرد. کاری که کردی قابل بخشش نیست جسپر. قبول دارم. لازم نیست منو اخراج کنین چون خودم دارم میرم. لبش را گاز گرفت. هنوز میخواین موقع تدفین سرود بخونم؟ با لحنی سرد و جدی گفت. فکر کنم آره. لعنتی. میدانستم همین جواب را خواهد داد. مراسم کم و بیش شبیه مراسم برت بود همه جوری ایستاده بودند انگار چیزی مهمتر از وقار وجود ندارد لبخند براق بر کشیش چشم را میزد منظره تابوت تمام وجود آدم را در بر آسمان خراش جهنمی زل زده بود به من هرچند دوست نداشتم کسی در آن لحظه نگاهم کند میخواستم با گناهم تنها باشم ولی برخلاف میلم نگاهش کردم فرشته مرگ با پاهای بینظیر را بدون اینکه بداند شخصیت مرکزی در فروپاشی یک خانواده بود یک لحظه چشمم به جسد سرد آقای وایت افتاد و در دلم استغاسه کردم. منو بابت بیرون انداختن کلاهت از قطار ببخش. نمیدونستم سرت هنوز داخلشه منو ببخش افم کن به خاطر اینکه از یک قطار در حال حرکت به بیرون پرتابت کردم. کشیش به من تکان داد. سرتکان دادن مردی همه چیز دان بلند شدم و خواندم همه انتظار سرود مذهبی داشتند ولی این چیزی بود که خواندم در این سرای مهنتزا چه کسی از همه رنجورتر است فکر می کنم خودم هرچند ترجیح می دهم فلک زده خودم باشم تا او او و این موجودات ننگین فرومایه تر از هر فرومایگی منبع هرچه پریشانی و گناه و نفرت بدتینتی و کینتوزی نبابت قدرتت که می گسترد و می گشاید. نه به خاطر بناهایی که بابت جلالت برپا شدند پشیمانی بیبازگشتت را درک می کنم پشیمانی به وجود آوردن چنین مردمانی در چنین دنیایی تمام کردم و سرم را بالا آوردم کشیش داشت دندان قروچه چه می کرد. همانطور که در کتاب محبوبش توصیف شده بود. بعد از بازگشت تنها در هزار تو ایستادم و به ماه خیره شدم. شبیه یک تکه سنگ سوخته بود. بابا از پشت سرم آمد و گفت نگرانم. نگران چی؟ آینده پسرم. من نیستم. حالا میخوای چی کار کنی؟ برم خارج. تو که پول نداری؟ میدونم پول ندارم. میدونم جیب خالی چه حسی داره. پول در میارم. چطوری؟ کار پیدا میکنم. چه جور کاری؟ تو که مهارتی نداری؟ پس یه شغلی پیدا می کنم که مهارت لازم نداشته باشه. چه جور شغلی که مهارت لازم نداره؟ تو که تجربه نداری؟ پیدا می کنم. چطوری؟ باید تجربه داشته باشی که بهت کار بدن. یه چیزی پیدا می کنم. آخه کی حاضر استخدامت کنه؟ هیچ کس از شاگردایی که ترک تحصیل کردن خوشش نمیاد. این که میگی حقیقت نداره. خیلی خوب. کی از ترک تحصیل کرده ها خوشش میاد؟ بقیه ترک تحصیل کرده ها. پدرم با آههایی ملودراماتیک که چون بوی دنبالش کشیده شد ترکم کرد. نمیدانم چه مدت در سرمایی ایستادم تا پشت هجابی را ببینم که آیندم را پوشانده بود. باید نانوا می شدم، یک خیرخواه یا راننده گروه های موسیقی، مغز متفکر جنایتکارها یا متخصص پوست، همه شوخی بود. ایده ها برای اول شدن با هم کشمکش می کردند. مجری تلویزیون، مسئول حراج، کاراگاه خصوصی، ماشین فروش، راننده قطار. بدون دعوت می آمدند و خودشان را معرفی می کردند و بعد برای بقیه جا باز می کردند. بعضی ایده ها پافشاری می کردند که برگردند. راننده قطار، مجری تلویزیون سوار قطار، ماشین فروش، قطار فروش، تمام روز بعد به تماشای فضای توهی گذشت. از روز بی انداز لذت بردم. اگر خورشید به ذره های غبار معلق در هوا میتابید میشد رقص چرخان اتم ها را دید. در طول روز پدرم به اتاقم در رفت آمد بود و هر بار با دهنش صدایی در میآورد که در خانواده ما معنایش این بود تو یه احمقی غروب با لبخندی پر آمد اتاقم فکری درخشان به ذهنش رسیده بود و له لح میزد با من در میانش بگذارد ناگهان به سرش زده بود از خانه بیرونم کند نظر من درباره این موج مغزیش چه بود به او گفتم دوست ندارم تا آخر عمر تنها غذا بخورد برای اینکه تنین صدای برخورد قاشق و چنگال با بشقاب در یک خانه خالی یکی از پنج صدای افسرده کننده همه دوران هاست نگران نباش برای بیرون کردنت نقشه دارم با هم توی همین زمین برات یه کلبه درست میکنیم که توش زندگی کنی کلبه؟ آخه چجوری کلبه درست کنیم؟ من و تو چی در مورد کلبه ساختن میدونیم؟ گفت اینترنت نالیدم اینترنت از زمانی که اینترنت آمده هر اولاقی کلبه و بمب و موتور ماشین می سازد و در وان حمام خانهش دست به حساس ترین و پیچیده ترین جراحی ها می زند. نزدیک نهر یک تکه زمین خالی در جوار درختان تنومند اوکالیپتوس انتخاب کردیم و صبح روز بعد در زیر آسمان مسی رنگ شروع کردیم به قطع کردن درختان. انگار موجودات استورهی آلمانی بودیم در یکی از فیلم های اولیه رنی ریفنشتال. نمیتوانستم این فکر را که زندگیم مشمول تغییراتی ناخوشایند شده بود از ذهنم برانم. هنوز از مدرسه در نیامده مشغول هممالی شده بودم. هر بار که تبر به چوب برخورد می کرد احساس می کردم ستون فقراتم چند میلیمتر به سمت چپ متمایل می شود. روز اول به این گذشت که قر زدن را به مرتبه هنری والا برسانم. روز دوم حتی بدتر بود. شانم در رفت. روز سوم گفتم میخواهم دنبال کار بگردم و رفتم شهر رو سه فیلم پشت سر هم دیدم یکی از یکی بدتر و وقتی برگشتم و دیدم بیشتر کار ساخت کلبه انجام شده جا خوردم بابا به تبرش تکیه داده بود و عرقش را پاک می کرد. گفت اینه یه هممال کار کردم امروز. به چشمانش خیره شدم و فورا فهمیدم از بیرون کمک آورده. پرسید کار پیدا کردی؟ نزدیکشم. باری کلا بد نیست فردا یه ذره واسه کلبت عرق بریزی. میخوام تمام روز تو کتاب خونه بمونم. و این شد که به پولی که در یک نسخه خالی شده از اعترافات روسو قایم کرده بود دست برد زدم و کارگر آوردم. گفتم هر چقدر میتونی کار کن. خلاصه اینکه کلبه در حال ساخت بود. نوبتی. یک روز من تظاهر به دست تنها ساختنش میکردم و روز بعد او. نمیدانم این کارمان چه معنایی داشت. فقط ثابت میکرد هر دوی ما آدم های داغان و حق بازی هستیم. کلبه کم کم داشت شکل میگرفت. زمین پاک شد. چارچوب راست شد. کف کشیده شد. تیرهای سقف علم شدند. در روی لولا سوار شد. پنجره ها سر جایشان قرار گرفتند با شیشه. روزها درازتر و گرمتر می شد. در این دوران بود که برای کار به یک شرکت تبلیغاتی رفتم. با وجود اینکه در آگهیشان جوری نوشته بودند به دانشجوی سال آخر دبیرستان احتیاج دارند که به آدم بر میخورد. وارد یک آلونک سیمانی عقیم شدم. از راهروهایی تاریک و خفه عبور کردم که درشان لشکری از آدمها از کنارم می و بر لبشان لبخندی اجباری بود. در مصاحبه آدمی به اسم اسمیتی به من گفت هر سال برای جراحی پلاستیک چهار هفته به هم مرخصی میدهند. شغل کارمند وارد کننده داده ها بود. روز بعد شروع کردم. آگهی استخدام دروغ نگفته بود. اطلاعات وارد می کردم. یکی از همکارانم مردی بود که سیگارهایش به شکل مرموزی در جعبه ماتیک قرار داشتند و دیگری زنی الکلی بود که میخواست قانعم کند بیدار شدن توی فضای در چرخان هتل هایت اتفاقی است که می شود به آن افتخار کرد. از شغلم متنفر بودم. روزهای خوب یک دهه طول می کشیدند. روزهای معمولی نیم قرن. ولی بیشتر اوقات حس میکردم در چشم یک طوفان زمان جاودانه منجمد شدم. شبی که کار ساخت کلبه تمام شد من و پدرم دو حق باز دروغگو روی ایوان نشستیم و به سلامتی کاری که نکرده بودیم نوشیدیم. یک ستاره دیدیم که ردی باریک بر آسمان سیاه بر جای گذاشت. بابا پرسید دیدی؟ ستاره دنبال دار. گفت من یه آرزو کرده بودم. میخوای بگم چی بود؟ نگی بهتره. احتمالا درست میگی. تو هم آرزو کرده بودی؟ بعدن میکنم. زیاد لفتش نده. تا وقتی پلک نزنی ستاره هنوز قدرت داره. با انگوش چشمانم را باز نگه داشتم و به آرزوهای مختلف فکر کردم. زیاد طول نکشید. یک زن میخواستم. عشق میخواستم. از همه مهمتر آسمان خراش جهنمی را میخواستم. تمام اینها در قالب یک آرزو. فکر کنم بابا فکرم را خوانده بود شاید هم آرزوی مشابه کرده بود چون گفت هیچ وقت با خودت فکر نکردی چرا بابات بیشتر عمرش رو مجرد زندگی کرده؟ گفتم یه جورایی دلیلش واضحه یادت یه روز راجب دختری که عاشقش بودم باهات حرف زدم؟ کارولین پاتس هنوز بهش فکر میکنم. الان کجاست؟ احتمالا اروپا. اون عشق زندگیم بود. و تری عشق زندگی اون. نوشیدنی من را تمام کردیم و گوش سپردیم به صدای نهر. عاشق و جسپر. هیچ لذتی بالاتر از عشق نیست لذت یعنی یه چیزی مثل یه وانه پر از آب داغ توی زمستون آره دیگه چی احساس میکنی زندهی با تمام وجودت زندگی رو حس میکنی به نظر جالب میاد دیگه چی اینقدر مست و ملنگ میشی که دستت رو با باسنت اشتباه میگیری. بهش فکر کردم. گفتم بابا تا حالا عشق رو به عنوان لذت و محرک و عامل حواس پرتی تشریح کردی. چیز دیگه هم هست؟ دیگه چی میخوای؟ نمیدونم. یه چیز والاتر یا عمیقتر شاید. والاتر و عمیقتر؟ یه چیز با معناتر. مثل چی؟ نمیدونم. به بنبست رسیدیم و چشم گرداندیم سمت آسمان. آسمان شب بعد از گذر یک ستاره دنبال دار دیگر لطفی ندارد. میگوید بروید خانه نمایش تمام شد. همان شب یک نامه حق و سکوت عالی برای آسمان خراش جهنمی نوشتم. تصمیم گرفتم داستانم را تغییر بدهم و به مدیر بگویم تمام ماجراهای قطار زیر سر تو بوده. اگر میخواهی منصرفم کنی بیا خانه ما. تنها. فکر میکنید نمیشود زنی را با ارعاب عاشق خود کرد؟ شاید نشود. ولی این آخرین برگم بود و باید زمینش می زدم. یادداشت را دوباره با دقت خواندم. یک نامه باجگیری درست و حسابی بود مختصر و مفید. ولی خودکار در دستم آرام و قرار نداشت. میخواستم یک چیز دیگر اضافه کنم ولی یادم آمد ایجاز روح اخازی است. نوشتم پی نوشت اگر نیایی فکر نکن مثل احمق ها صبر می کنم ولی اگر بیایی هستم بعد کمی دیگر نوشتم درباره ذات انتظار و ناامیدی درباره شهوت و خاطرات و درباره کسانی که جوری با تاریخ انقضای کالاها برخورد میکنند. انگار فرمانی آسمانی هستند یادداشت خوبی شد بخش حق و سکوت کوتاه بود فقط سه خط پینوشت شد 28 صفحه در رفتن به سوی محل کارم انداختمش توی یک صندوق پست روبروی پستخانه و پنج دقیقه بعد نزدیک بود دستم موقع درآوردنش بشکند حقیقتش را بخواهید موقع طراحی این صندوق ها میدانستند چه کار می کنند. واقعا نمی شود چیزی از داخلشان درآورد. این دژهای کوچک سرخ فت ناپذیر دو روز بعد در خوابی عمیق اسیر رویایی ناخوشایند بودم در یک مسابقه شنا وقتی نوبت من شد آب استخر را خالی کردند کنار استخر ایستاده بودم و تماشاگرها مرا هو کردند چون هیچی تنم نبود و از چیزی که میدیدند دیدند بدشان آمده بود. بعد ناگهان توی تختم بودم. تختم. در کلبه صدای پدرم مرا به خدا برد و از شر چشمان اتهام زن خلاصم کرد. جسپر مهمون داری؟ ملافه را کشیدم روی خودم. دوست نداشتم کسی مرا ببیند. بابا دوباره شروع کرد. جسپر اونجایی پسرم؟ بلند شدم. صدایش خنده دار شده بود. اول نفهمیدم چرا ولی بعد متوجه شدم. معدب شده بود. یک خبرهایی بود. یک حوله پیچیدم دورم و رفتم بیرون. آفتاب چشمم را زد. هنوز خواب می دیدم. تصویری چشمانم را در لذتی خونک غرق کرد. آنجا بود. آسمان خراش جهنمی در خانم کنار پدرم یخ زدم. نمی توانستم دو پیکری را که کنار هم ایستاده بودند تطبیق بدهم. خیلی بی ربط بودند. گفت سلام جسپر صدایش تیره پشتم را لرزاند. جواب دادم سلام بابا هنوز آنجا بود. چرا نمی رفت؟ چرا تکان نمی خورد؟ گفت اینم جسپر. گفتم بیا تو و با دیدن چشمان مرددش یادم افتاد فقط یک حوله تنم است. جهنم پرسید نمیخوای یه چیزی تنت کنی؟ فکر کنم بتونم یه جفت جوراب پیدا کنم. بابا گفت اون بالا روی کوه آتیش سوزی شده. گفتم مواظبیم ممنون که گفتی. و بعد پشتم را بهش کردم که یعنی برو. وقتی وارد کلبه میشدیم می شدیم سرم را ناگهان برگرداندم ببینم پدرم هم دنبال ما راه افتاده یا نه. سر جایش ایستاده بود ولی چشمک موزیانه ای زد. چشمکش رفت روی اعصابم. هیچ انتخاب دیگری برایم نگذاشت. نمی شود یک چشمک را نپذیرفت. بعد پدرم را دیدم که پاهایش را نگاه می کرد. سرش را بالا آورد و دید که دیدمش که پاهایش را نگاه می کرد. لحظه ی عجیبی بود. برخلاف میلم لبخند زدم پدرم هم لبخند زد بعد جهنم سرش را بالا آورد و مچ ما را در حال لبخند زدن به هم گرفت هر دو نگاهش کردیم و دیدیم دارد ما را در حال لبخند زدن به هم نگاه می کند. یک لحظه عجیب دیگر. گفتم بیا تو. وقتی به کلبم قدم گذاشت صدای سنگین قدمهایش روی کف پوش چوبی می توانست مرا وادار به نوشیدن کند اگر یک بار در اتاقم بود. رفتم دستشویی و جین و تیشرت تنم کردم و وقتی آمدم بیرون دیدم هنوز دم در ایستاده. ازم پرسید واقعا همینجا زندگی میکنم؟ چرا نکنم؟ خودم ساختمش. خودت ساختی؟ زخمی را که موقع کمک به نصاب پنجره برداشته بودم نشانش دادم. از نشان دادن زخمم حس خوبی به هم دست داد. زخم مردانه. بابات به نظر آدم خوبی میاد. از این خبران نیست. الان چی کار میکنی؟ کار پیدا کردم. دیگه بر نمی گردی مدرسه؟ چرا باید برگردم؟ دیپلم چیز به درد بخوریه. اگه از بریده شدن دستت با کاغذ خوشت بیاد آره به درد میخوره. یک نصف لبخند تحویلم داد. نصف دیگرش بود که نگرانم میکرد. گفت کار کردن چه حسی داره؟ نمیدونم. مثل این میمونه که توی پارکینگ هفت طبقه با هم روبرو بشی و بپرسی طبقه چهارم بودن چه حسی داره وقتی که قبلش طبقه سوم بودم. نامتو گرفتم. تو یه آدم و هل دادی سمت مرگ. اما این چیزی نیست که میخواستی بگی. فقط چند سانتیمتر با من فاصله داشت. نمی توانستم نفس بکشم. یکی از آن لحظات وحشتناک، زیبا، ترسناک، نفسگیر، هزننگیز، حیرتاور، دیوانوار، بی سابقه، شورانگیز شورنگیز، آزاردهنده، هیجانانگیز، هولناک، استثنایی و تهواوری را تجربه می کردم که نمی شود توصیفش کرد مگر اینکه بخت یار باشد و کلمه درست به ذهن آدم برسد پرسیدم میخوای تو هزار توی من قدم بزنی راستش خیلی وقت ندارم یه گردش سریع و بی بیرون همه چیز زیر آفتاب می درخشید و هیچ ابری نبود که آبی آسمان را بیالاید. جز یکی که شبیه سر بز بود. انگار خدا آسمان را پاک کرده بود ولی یک تکه را جا انداخته بود. در طول نهر را افتادیم و به سنگهای نیمه فرو رفته در آب نگاه کردیم. به او گفتم اسم این سنگ ها سنگ قدم است. چون انسان فکر می کند تمام طبیعت صرفا برای پای خودش طراحی شده. نهر را تا جایی که به رود می ریخ دنبال کردیم. آفتاب چنان پرزور بود که نمیشد بدون چشم باریک کردن به آب نگاه کرد. جهنم کنار رود نشست و دستش را در آب فرو کرد. گفت گرمه. یک سنگ تخت برداشتم و پرت کردم. می توانستم جوری پرت کنم که به سطح آب بخورد و بلند شود ولی این صحنه دیگر زیادی برایم با نمک بود. از من گذشته بود. در سنی بودم که پسرها جسد در آب می نه سنگ به راه رفتن ادامه دادیم از من پرسید چطور در مار پیچ گم نمی شدم؟ گفتم بارها گم شدم ولی حالا برایم شده مثل عبور از دستگاه گوارش یک دوست قدیمی گفتم هر رگه هر سنگ را می شناسم. نزدیک بود اسم گیاهان را هم بهش بگویم ولی آنقدری با آنها صمیمی نبودم که بخواهم به اسم کوچک صدایشان کنم. ولی به هر حال به گیاهان مورد علاقه هم اشاره کردم. گفتم این بوته نقرهای خاکستری با سنبله های زرد شبیه میکروفون های پشمالو درخچه برونزی با میوه های گرد سفید که در شرط بندی هم حاضر به خوردنشان نیستم این یکی با برگهایی شبیه سفره براق و آن یکی بوته خمیده و وحشی که بوی یک بطری تربانتین می دهد که ساعت دوی صبح می نوشی وقتی تمام پیال فروشی ها تعطیلند با تعجب نگاه کرد مثل درخت محبوبم آنجا ایستاده بود صاف و بلند و حرس شده و برازنده. یک سیگار گوشه لبش گذاشت و گفت بهتره برم دیگه. فقط بگو از کدوم طرف. میبینم که هنوز مثل یک زندانی منتظر اعدام سیگار میکشی. وقتی سیگارش را روشن میکرد چشمانش را به من دوخت. اولین پکش را که زد چیزی سیاه و چندشاور از آسمان پایین آمد و نشست روی صورتش. پاکش کرد. هر دو به آسمان نگاه کردیم. خاکستر به آرامی فرود می آمد. خاکستر سیاه در باد داغ دیوانوار می چرخید نگاهی به آتش نارنجی مماس با افق انداخت و گفت مثل اینکه اوضاع خیلی خرابه. فکر کنم. فکر میکنی نزدیکه؟ نمیدونم. فکر کنم نزدیکه. خیلی خوب. پس ما در زمینی قابل اشتعال زندگی میکنیم. همیشه آتش هست. همیشه خانه ها از دست می روند و زندگی ها گم می شوند. ولی هیچ کس چمدانش را نمی بندد و به چراگاهی امتر نمی روند. فقط اشکهایشان را پاک می کنند و مردگانشان را دفن می کنند و بچه های بیشتر می آورند و پایشان را در زمین محکم تر می کنند. چرا؟ دلایل خودمان را داریم. چه دلایلی؟ از من نپرسید. از خاکستری بپرسید که روی دماغتان می نشیند. پرسید چرا اینجوری نگام میکنی؟ روی دماغت خاکستر نشسته پاکش کرد. ردی سیاه روی صورتش باقی گذاشت. رفت. سرتکان دادم. در مورد رد سیاه بهش نگفتم. سکوتی خام و گرسنه فرود آمد و تمام دقیقه ها را بلعید. خب دیگه باید برم. میخواستم بگویم چرا لباس خونه نمی پوشی و یه مدت نمی مونی؟ ولی نگفتم. وقتی آن لحظات سرنوشت سازی فرا می رسند که تیشان شخصیت ها به قالب در می آیند بیشک باید درست ترین تصمیم را گرفت. قالب خیلی زود خشک می شود و دیگر کاریش نمی شود کرد. در فضای بیدرخت قدم زدیم که چمنش به قدری کوتاه بود که به نظر شن سبز می آمد. هدایتش کردم سمت یک قار. رفتم تو و او هم دنبالم آمد. آن داخل تاریک بود و سرد. بدگمان پرسید اینجا چی کار می‌کنی؟ میخوام یه چیزی نشونت بدم. این نقاشی های روی دیوار قار رو ببین. واقعا؟ آره هفته پیش خودم کشیدمشون. آها. چرا اینقدر حالت گرفته شد؟ آدم حتما باید پنجا هزار ساله باشه تا بتونه روی دیوار قار نقاشی بکشه؟ آن لحظه ای بود که خم شد جلو و بوسیدم همین چند هفته بعد چنان احساس امنیت می کردم انگار هر دوی ما را در مخزنی بزرگ حفظ کرده بودند داشت خودکارش را روی دفترچه فشار میداد، ولی چیزی نمی نوشت پرسیدم به چی فکر می کنی؟ به این فکر می کنم که تو به چی فکر می کنی. اما این جواب نشد. خیلی خوب. تو به چی فکر می کنی؟ به همون چیزی که تو فکر می کنی. پقی زد زیر خنده. دیگر بهش فشار نیاوردم. مثل من پنهان کار بود. افکارش را به کسی نمی گفت. مبادا یک روز علیه هش به کارشان ببرند. فکر کردم مثل من متوجه شده چیزی که مردم از آدم میخواهند این است که طبق قانونهای خودشان زندگی کنی و هرگز روی پای خودت نایستی و هیچ حق ویژه‌ای برای خودت قائل نباشی گفت دارم سعی می کنم یه کارت تولد بنویسم تولد لولاست. لولا رو یادت تو مدرسه؟ آره لولا. اصلا نمیدانستم لولا کیست. پرسید. میخوای یه چیزی براش بنویسی؟ دروغکی گفتم. حتما. تا خواستم خودکار را روی کارت بگذارم جهنم گفت. یه چیز خوب بنویس. سر تکان دادم و نوشتم لولای عزیز امیدوارم تا ابد زنده باشی کارت را پس دادم جهنم با دقت خواندش ولی حرفی نزد اگر هم متوجه شد که نوشته من نفرین است و آرزوی خیر نیست چیزی بروز نداد بعد گفت او oh, داشت یادم میرفت برایان میخواد باهات حرف بزنه کی اسمش برایانه شاید اسمش برایان باشه ولی نمیدونم راجب کی داری حرف میزنی یه جورایی میشه گفت رفیق سابقمه نشستم و نگاهش کردم یه جورایی یه چند بار با هم رفتیم بیرون. یعنی هنوز باهاش حرف میزنی؟ نه. یکی دو روز پیش اتفاقی دیدمش. تکرار کردم. اتفاقی دیدیش. خوشم نیامد. بقیه هر چه دلشان میخواهد بگویند. ولی من میدانم آدمها اتفاقی با هم روبرون نمیشوند. برای چی میخواد با من حرف بزنه؟ فکر میکنه تو میتونی کمکش کنی شغلش رو پس بگیره. شغلش؟ من؟ چطوری؟ نمیدونم جسپر. چرا باهاش قرار نمیذاری خودت بفهمی؟ نه خیلی ممنون. حالش گرفته شد و رویش را ازم برگرداند. گفتم حالا بهش فکر میکنم. گفت نمیخواد خودتو تو درد سر بندازی. بیشتر وقتمان به این میگذشت که ساعتها صورت همدیگر را تماشا کنیم. گاهی تمام روز کارمان همین بود. گاهی اینقدر نگاهش می کردم که چهرش از وضوح خارج می شد. بعضی وقتها شبیه چهره یک موجود فضایی میشد. بعضی اوقات اصلا شبیه یک صورت نبود. مجموعه ای بود از اعضای منفک در زمینه سفید و محو. یادم میآید آن موقع فکر می کردم. چنان به هم بسته شده ایم که اگر بخواهند جدایمان کنند شاید دست یکی از ما کنده شود. از اینکه زیادی روشم فکر بود خوشم نمی آمد و او هم از اینکه من از پروتز بدم نمی آمد نفرت داشت. هر بار که شنیده بودم رابطه یک کار است این حرف را مسخره کرده بودم چون اعتقاد داشتم رابطه باید مثل یک باقی که به حال خود رها شده وحشی رشد کند ولی حالا می دانستم رابطه کار است کار بی جیره و مواجب کار داوطلبانه. چند هفته بعد از شروع دوستیمان یک روز صبح پدرم جوری وارد کلبم شد انگار از طوفان فرار کرده. چند وقت ندیدمت. عشق خیلی زمان بره نه؟ آره. به نظر می آمد حامل بی شمار خبر بد است و میخواهد هرچه زودتر به زبانشان بیاورد. پرسیدم چی شده؟ هیچ تا وقتی دوون میاره ازش لذت ببر. حتما مثل آب راکت سر جایش ایستاد و گفت من و تو هیچ وقت راجع به رابطه نزدیک با هم حرف نزدیم. گفتم خدا رو صد هزار مرتبه شکر فقط میخوام یه چیز بگم جسبر زود باش پس مواظب باش گیر داستان هزانت بچه و از این جور چیزا نیفتی. گفتم باشه. هرچند هیچ علاقه ای به این بحث نداشتم. هیچ کس ندارد. سیابی میتواند صد درست کند. پرنده لانه سازی بلد است و انکبوت هم میتواند بدون اشتباه همان بار اول تار بتند. این هم همین طور است همه ما مادرزاد بلدیم بابا پرسید میخوای یه چیزی راجع به عشق بخونی؟ نه میخوام تجربهش کنم. هر جور راحتی هرچند زیافت افلاتونم خیلی به دردت نمیخوره مگه اینکه دوستت یه پسر سیزده ساله یونانی باشه. شوپنهاور رو هم بیخیال. میخواد باور کنی عشق میل ناخداگاه به تکثیر گونه ها. من نمیخوام چیزی رو تکثیر کنم بابا. علل خصوص گونه ها. آفرین. بابا دستانش را توی جیبهای پاره کت کهنش کرد و با دهان نیمه باز به نشانه تایید برایم سرتکان داد. گفتم بابا یادت به هم گفتی عشق هم لذت هم محرک و هم عامل حواس پرتی؟ آره خب یه چیز دیگه هم هست که تو بهش اشاره نکردی. اینکه اگه یه بار ببینی خورده چوب توی دست کسی که دوستش داری رفته بلند میشی و سطح همه چوبای دنیا رو با یه چیز لطیف و شفاف میپوشونی تا یه وقت دوباره چوب نره توی دستش بابا گفت آها اینو هم یادم میمونه شب بعد که به رخت خواب رفتم متوجه چیز سفتی زیر بالشم شدم سیزده تا کتاب زیر بالشم بود از شکسپیر تا فروید بعد از اینکه تمام شب بیدار ماندم و دست کم نصفشان را ورق زدم فهمیدم طبق نظر متخصصان نمیتوانی بدون ترس عاشق باشی ولی عشق بدون ترس عشقی بالغ و صادق است متوجه شدم به آسمان خراش جهنمی صورتی آرمانی دادم. ولی چه اشکالی داشت؟ بالاخره همه ما مجبوریم به چیزی صورتی آرمانی ببخشیم. با همه چیز بی اشتیاق برخورد کردن انسانی نیست. بنابراین صورت آرمانی به او بخشیدم. ولی عاشقش بودم یا نه عشقم بالغ بود یا نابالغ خب روش خودم را برای فهمیدن این موضوع داشتم وقتی عاشقم که از مرگ او به اندازه مرگ خودم وحشت داشته باشم عاشقانه و رمانتیک است اگر بگویم از مرگ او بیشتر از مرگ خودم واهمه دارم ولی راستش دروغ است و اگر از آرزویم برای زیستن برای اعصاری متمادی بی این که حتی ذره ای از وجودم آسیب ببیند خبر داشتید میپذیرفتید همین هم به اندازه کافی رمانتیک بود وحشت از مرگ محبوب زنگ زدم به برایان وقتی گوشی را برداشت گفتم من جسپر دین هستم جسپر ممنون که زنگ زدی قضیه چیه؟ میخواستم ببینم وقت داری یه گپی با هم بزنیم راجب چی؟ چیز خاصی نیست رویال بتسمن رو بلدی نزدیک ایستگاه مرکزی فردا ساعت پنج خوبه گفتم پنج و بیست و سه دقیقه تا یک جورهایی بگویم منم که تصمیم میگیرم باشه پرسیدم ماجرای این که از من کمک میخوایی تا دوباره شغل تو پس بگیری چیه؟ گفت ترجیح میدم رو در رو بهت بگم. قطع کردم و در این فکر بودم یا صدایش را خیلی دست کم می گیرد یا چهرهش را خیلی دست بالا. تا 24 ساعت بعدش تمام بدنم از شدت کنجکاوی نبز می زد. فکر اینکه که می توانم کمکش کنم شغلش را پس بگیرد آجزم کرده بود. حتی اگر ممکن هم بود چرا فکر کرده بود میخواهم چنین کاری بکنم. بدترین چیزی که در مورد کسی در جوامعی شبیه جوامع ما میتوان گفت این است که نمیتواند شغلش را حفظ کند. تصویر بازنده های ریشوی را به ذهن می آورد با دست ضعیف که غمگینانه لغزیدن مشاقل از لابلای انگشتانشان را تماشا می کنند. ما برای هیچ چیزی به اندازه شغل احترام قائل نیستیم و هیچ چیزی را هم به اندازه بیمیلی به کار کردن مایه بدنامی نمیدانیم و اگر کسی بخواهد عمرش را وقف نقاشی یا سرودن شعر کند اگر شعورش برسد چه چیزی به نفعش است میرود توی همبرگر فروشی کار می کند. به محض اینکه وارد رویال بتسمن شدم مردی میان سال با موی جوگندمی برایم دست تکان داد. نزدیک پنجاه سالش بود و کتی پر زرق و برق به زرق و برق موهایش به تن داشت. به من لبخند زد. لبخندش هم زرق و برق داشت. ببخشید من شما رو میشناسم؟ من برایان هستم. تو رفیق سابقشی؟ آره. ولی تو پیری؟ این حرفم باعث شد لبخندی از روی دلخوری بزند. فکر کنم از آدمای مشهور خوشش میاد. مشهور؟ کی مشهوره؟ تو نمیدونی من کیم؟ نه تلویزیون نگاه نمی کنی؟ نه با حیرت نگاهم کرد انگار به سؤال تو غذا نمی خوری دستشویی نمی کنی نفس نمی کشی جواب منفی داده بودم اسم من برایان سینکلره سالها تو شبکه نوه تلویزیون بودم. خبرنگار مسائل اجتماعی فعلا کشیدم کنار. خب که چی؟ پرسید آبجو ممنون. رفت سمت بار و برایم یک آبجو آورد. ترسیده بودم. مجبور شدم به خودم یادآوری کنم اوست که به کمک من نیاز دارد و همین مرا در موقعیتی قرار می دهد که هر وقت دلم خواست از موقعیتم سوء استفاده کنم. وقتی برگشت ازش پرسیدم بازی دیشب و دیدی؟ نه کدوم بازی؟ جواب ندادم. نمیدانستم کدام بازی. فقط میخواستم سر حرف را باز کنم. واقعا مجبور بود بپرسد کدام بازی؟ هر بازی. همیشه یک بازی هست. پرسیدم. چه کاری از دست من برمیاد؟ خب جسپر همونطور که گفتم من خبرنگار شبکه نه بودم. اخراجم کردن. برای چی؟ مطمئنی خبر نداری؟ مدتها خبر اول روزنامه ها بود. داشتم با یه مرد 26 ساله که پدر دو تا بچه بود مصاحبه می کردم. مرد حاضر نبود خرج بچه رو بده و با همون بخور و نمیری که دولت بهش میداد زندگی می کرد تا بتونه برنامه صبح تلویزیون رو تماشا کنه. دیوونه ی تلویزیون بود. داشتم چند تا سوال ساده ازش می کردم. که یهو یه هو وسط مصاحبه گفتم یه تفنگ در آورد و به خودش شلیک شل کرد گفت هی hey, تو که گفتی تلویزیون تماشا نمی کنی؟ گفتم این چیزی که تو تعریف کردی فقط همین جوری می تونه تموم بشه هر چند راستش را بخواهم بگویم گاهی تلویزیون تماشا می کنم و ناگهان تصویر اسلو موشن یک شلیک به یادم آمد. گفتم خیلی جالبه ولی چه ربطی به من داره؟ خب اگه من یه داستان منحصر به فرد داشته باشم براشون میارزه که دوباره استخدامم کنن. خب خب این که پدرت تا حالا راجع به برادرش با کسی مصاحبه نکرده. خدای من اگه بتونم عمق داستان تریدینو الان چی کار میکنی؟ شغل داری؟ فروشنده تلفنی. آخ اینم یه شغلی مثل بقیه نیست اما من خبرنگارم جسبر گوش کن برایان تنها چیزی که پدرم دوست نداره در موردش حرف بزنه برادرشه نمیتونی؟ نه، نمیتونم برایان ناگهان حالتی به چهرش گرفت انگار زندگی او را با یک سوهان ناخون عظیم ساییده به معنای واقعی کلمه آهی کشید و گفت خیلی خوب، خودت چی؟ شاید یه چیزایی راجع به عموت بدونی که بقیه نمیدونن. شاید. حاضری مصاحبه کنی؟ ببخشید؟ یه چیزی به هم بگو. در مورد کتاب راهنمای تبهکاری. چی بگم؟ بعضی ها اعتقاد دارن عموت این کتاب رو ننوشته. گفتم من بیخبرم. چهرش مثل یک مشت جمع شد. وقتی برگشتم خانه بابا روی مبل قوز کرده بود و کتاب میخواند و بلند بلند نفس میکشید. به جای اینکه بپرسد سلام پسرم زندگی در چه حاله کتابی را که مشغول خواندنش بود آورد بالا. اسمش بود تاریخ آگاهی. به جای اینکه بگویم سلام بابا دوستت دارم پوسخند زدم و رفتم سراغ کتابخانه تا چیزی برای خواندن پیدا کنم وقتی داشتم عطف ها را نگاه می کردم بوی شیرین و بیمار سیگار میخک به مشامم خورد ادی آمده بود از آشپزخانه صدای محو گفتگو می آمد. در را باز کردم و ادی و آنوک را دیدم که یواشکی با هم حرف میزدند از دیدن من جا خوردند و بعد از اینکه ادی یکی از لبخندهای زیبایش را تحویلم داد آنوک انگشتش را روی لبش گذاشت و به من اشاره کرد بروم پیششان ادی آرام گفت من تازه از تایلند برگشتم زیر لب گفتم اصلا نمیدونستم که رفتی. به شکل نامنتظره ای اخم کرد. اخم صورت خودش را هم قافل گیر کرد. آنوک با صدایی که به زور شنیده میشد گفت خبرای بد دارم جسپر. همه رو با هم بگو. بابات دوباره افسرده شده. از لای در پدرم را نگاه کردم. حتی وقتی چند نفر توی خانه بودند هم منزوی بود. پرسیدم رو چه حسابی میگی؟ داشت گریه میکرد. زل میزنه به فضا با خودش حرف میزنه. همیشه با خودش حرف میزنه. اما حالا خیلی رسمی به خودش میگه آقای دین. همین؟ میخوای دوباره مثل بار قبل نابود بشه؟ میخوای برگرده بیمارستان روانی؟ خب افسرده است. چی کارش کنم؟ فکر کنم به این خاطره که زندگیش خالیه. خب؟ باید کمکش کنیم پرش کنه. گفتم من حساب نکنیم. ادی با جدیتی غیرمنتظره گفت تو باید بیشتر با پدرت حرف بزنی جسپر گفتم الان نه و رفتم افسردگی پدرم میتواند چند روز منتظر بماند فعلا به شدت علاق من شدم نگاهی به کتاب راهنمای تبهکاری نوشته تری دین یا هری وست بیاندازم به فکرم زده بود حالا که رابطم به واسطه ی حق و سکوت با آسمان خراش جهنمی آغاز شده شاید در این کتاب توصیه هایی برای رابطم پیدا کنم. لایه یک توده کتاب روی زمین پیدایش کردم. در وسط ایگلوی لرزان از حروف چاپی. کتاب در دست از میان هزار تو رفتم سمت کلبم. در تخت نگاهی به فهرست من درجات کتاب انداختم. فصل هفته چشمم را گرفت. اسمش بود عشق بدترین خبرچی. فصل این گونه آغاز می شود. اگر یک قانون شکن فقط یک چیز در فهرست اموالش لازم داشته باشد آن چیز رازهایش است. و اگر رازها یک دشمن داشته باشند آن دشمن عشق است اسامی خبرچین عملیات خنجر از پشت زدنی که آغاز کرده اید جایی که تفنگ و مواد و پولتان را پنهان کرده اید مخفیگاهتان لیست متغیر دوستان و دشمنانتان رابطها، نخشه های فرار، تمام چیزهایی که فقط باید پیش خودتان بماند. اگر عاشق باشید، تک تکشان را برملا می کنید. عشق بدترین خبرچین است. چون به شما القا می کند که ابدی و پابرجاست. تصور پایان زندگیتان راحت تر از تصور پایان عشق است و از آنجایی که عشق بدون سمیمیت هیچ است و سمیمیت بدون شریک شدن هیچ است و شریک شدن بدون صداقت هیچ است باید تمام رازها را برملا کنید. چون بی صداقتی در سمیمیت همه چیز را زیر سؤال می برد و به تدریج عشق با ارزش شما را مسموم می کند. وقتی تمام می شود شک نکنید که تمام می شود. حتی کل خرترین قمار باز هم حاضر نیست روی جاودان بودن عشق شرط ببندد. پس وقتی تمام می شود، عشقتان از تمام رازهای شما با خبر است و می تواند ازشان استفاده کند. و اگر رابطه تلخ تمام شود، بیرحمانه و خبیسانه از این رازها علیه شما استفاده خواهد کرد به علاوه این احتمال قریب به یقین هم هست که رازهایی که زمان برهنگی روحتان برملا می کنید خود باعث به پایان رسیدن عشق شوند. افشاگری های از روی صمیمیت شما شعله است که فیتیله دینامیت انفجار بی بازگشت عشق را روشن خواهد کرد میگویید نه او راه و روش خشن مرا درک می کند او میفهمد که هدف وسیله را توجیه می کند فکر کنید عاشق بودن فرایند ایدئال سازی است. حالا از خودتان بپرسید مردی که پایش را روی سر آدم های در حال غرق شدن فشار می دهد، چه مدت می تواند ایدئال یک زن باقی بماند؟ خیلی کوتاه باور کنید. و شبهای سردی که جلوی آتش نشسته اید و یک تکه پنیر می برید فکر نمی کنید که معشوقتان هنوز دارد به آن لحظه ای فکر می کند که صادقانه و بیپروا برایش تعریف کردید چطور پای دشمنتان را با اره بریدید ولی مطمئن باشید یادش نرفته اگر میشد روی این حساب کرد که مرد در لحظه پایان رابطه خود را از شر یارش خلاص می کند این نوشته به هیچ عنوان ضروری نبود ولی نمی شود روی چنین چیزی حساب باز کرد امید به آشتی بسیاری از شرکای سابق زندگی را که قاعدتا باید در ته گودال باشند زنده نگه می دارد. پس ای قانون شکنان هر کسی که هستید باید برای بقا رازدار باشید. برای اینکه بتوانید دشمنتان را دور نگه دارید برای اینکه گیر نظام غذایی نیفتید. اگر دوست دارید تختتان در زمستان گرمتر باشد یک سگ بگیرید ولی این را بدانید بر ملا کردن راسها به معنای از دست دادن امنیت است از دست دادن آزادی از دست دادن زندگی حقیقت اول عشق را میکشد و بعد خودتان را حرفم شنی است میدانم ولی صدای ضربه چکش قاضی بر میز ماهاگونی هم به همان اندازه شناعت دارد کتاب را بستم و به صداقت و دروغ فکر کردم و به این نتیجه رسیدم احساساتم صادقند ولی از سر تا پا پر بودم از داستانها و افکار مخفی که هیچ کدام را با آسمان خراش جهنمی در میان نگذاشته بودم. چرا داشتم از روی غریزه توصیه های کتابی را که برای جنایت کارها نوشته شده بود دنبال می کردم؟ خب چطور میتوانستم چیزهایی را که به هیچ عنوان مایه افتخارم نبودند برایش تعریف کنم؟ مثلا آن ای که قلدرهای مدرسه دورم کردند و تمام مدتی که کتک میخوردم خودم را زدم به خواب؟ نه، حتی حاضر نبودم چیزهای خوب را برایش بگویم. مثل اینکه چطور یک روز صبح از هزار تو بیرون رفتم و در جاده اصلی راه افتادم و دیدم لامپ ها هنوز بالا سرم وزوز می کنند. باد صبحگاه درختان را قلقلک می داد و بوی آشنای یا سمن مرا دوستانه به سمت آشفتگی حواس هدایت می کرد. جوری که انگار دماغم پر بود، از بوی مخملی و مست کننده پلکی صورتی رنگ. چنان از جست و خیز در هوای گرم صبح سر حال بودم که عروسک سفالی باخچه یکی را برداشتم و گذاشتم روی چمن خانه روبرو. بعد شلنگ باخچه را برداشتم و گذاشتم روی ایوان خانه همسایه و بازش کردم فکر کردم امروز همه چیز را با هم شریکی مردم چیزی که مال اوست از آن توست چیزی که از آن توست مال اوست بعدن بود که متوجه شدم کار عجیبی کردم و برای همین این داستان را از پرده گوش معشوقم دور نگه داشتم از آنجایی که میدانستم تا چه اندازه با بیاعتمادی پدرم نسبت به همه چیز آلوده شدم. حتی بیاعتمادی به افکار و احساسات و نظرات و الهامات خودش که باعث شده بود به افکار و احساسات و نظرات و الهامات خودم هم بیاعتماد شوم. نمی توانستم به او بگویم گاهی وارد خلص ای رویاوار می شوم که در آن حس میکنم تمام نیروهای متضاد دنیا، ناگهان و بیدلیل اعلان آتش بس می کنند و در هم میآمیزند تا اینکه احساس می کنم بخشی از خلقت لای دندانم گیر کرده دارم در خیابان قدم میزنم یا آدرس سایت های مستحجن را از حافظه کامپیوترم پاک می کنم که ناگهان مهی طلایی رنگ احاتم می کند دقیقا چیست؟ دوره ای از فرا آگاهی که طی آن من مال من تبدیل به مای مال ما میشد جایی که ما یا من و یک ابر است و من و یک درخت و بعضی اوقات من و طلو یا من و افق چطور می توانستم اینها را برایش توضیح بدم تلاش برای فهماندن ایده های غیر قابل فهم خطر بیش از اندازه ساده شدنشان را در پی دارد و هیجانی بنیانی را هیجانی بی ارزش جلوه می دهد و اصلا از این توهمات غیر قابل فهم جذاب چه می بفهمد؟ ممکن است خیلی سری نتیجه گیری کند که من با جهان به هماهنگی رسیدم و بقیه نرسیدند. مثل اینکه یک بار پدرم گفت لحظات آگاهی کیهانی صرفاً واکنش طبیعی ما هستند. به آگاهی ناگهان ناخداگاه نسبت به فانی بودن ما. اتفاقا حس یگانگی بزرگترین دلیل است برای اثبات انفصال موجود چه کسی می داند؟ چون احساس می کنند ادراکاتی از حقیقت مطلق هستند دلیل نمی شود که وجود داشته باشند. منظورم این است که اگر به یکی از حواس اعتماد نداشته باشی نباید به هیچ کدام اعتماد کنی هیچ دلیلی ندارد که حس ششم به اندازه بویایی یا بینایی گمراه کننده نباشد این درسی است که از پدرم گرفتم مهمترین خبر از گوشه‌ای که خود را با تفکراتش به آن رانده الهامات مستقیم به همان اندازه که نیرومندند غیر قابل اعتمادند پس می بینید؟ چطور می توانستم درباره چیزهایی با او حرف بزنم که خودم هم بهشان اعتماد نداشتم؟ از کجا معلوم تمامشان حقه های ذهنم نبودند؟ این را هم نمیتوانم به او بگویم که گاهی مطمئنم می توانم ذهن پدرم را بخوانم و گاهی هم حس می کنم او هم افکار مرا می خواند. بعضی وقتها سعی کردم فقط با فکر کردن چیزی به او بگویم و جواب منفیش را از میان فضای اسیری شنیدم خفه شد به آسمان خراش جهنمی نمیتوانم بگویم که بیش از یک بار تصویر صورتی جدا از بدن را دیدم. اولین بار در کودکی چهره ای سبز و سیبیلو لب کلفت و دماغ پهن که در فضای توهی سیاه شناور بود. چشمان نافذش حسی از خشونت جنسی در خود داشت و دهانش به فریادی خاموش باز شده بود. مطمئن بودم این اتفاق برای همه افتاده. بعد یک روز حتی موقع بیداری هم چهره را میبینی. در خورشید، در ابرها، در آینه با اینکه وجود ندارد واضح می‌بینیش بعد حسش میکنی از جا بلند میشوی و میگویی کی اونجاست و وقتی جوابی نمیآید میگویی الان زنگ میزنم پلیس اگر روح نیست پس چیست ترین توضیح این است ذهنیتی عینیت یافته چیزهایی در مغزم میلولیدند و زور میزدند بیرون بیایند و بدتر از این بیرون میآمدند و هیچ کنترلی بر زمان و مکانشان نداشتند چرا باید این همه افکار زشت و منفی و مسخره و احمقانه را که در سر شناورند جار زد؟ برای همین است که وقتی دست در دست محبوبت کنار دریا ایستاده ای و از تو میپرسد به چی فکر میکنی؟ جواب نمیدهی به این فکر می کنم که از مردم متنفرم و امیدوارم زمین بخورن و دیگه از جا بلند نشن. از من بشنوید. نمی توانید چنین چیزی بگویید. من چیز زیادی در مورد زنان نمیدانم، ولی این یکی را مطمئنم. خوابم برد و ساعت چهار صبح حراسان از خواب پریدم. من هرگز به آسمان خراش جهنمی نگفته بودم تریدین عمویم بوده. چهار ساعت بی این که حتی یک بار رویم را برگردانم به ساعت خیره ماندم و سر ساعت هشت به برایان زنگ زدم. بله؟ تو از کجا میدونستی دونستی من برادرزاده تریدین هستم؟ جسپر؟ از کجا می دونستی؟ رفیقت به هم گفت. آها، فقط می مطمئن بشم. خب، تو و اون؟ من و اون چی؟ گفت یه مدت کوتاهی با هم قرار می زاشتی. هیچ حرفی نزد. در سکوت صدای نفسهایش را می شنیدم که شبیه تنفس مردی بود که میداند دست بالا را دارد و من هم شبیه کسی نفس می کشیدم که دست پایین را دارد. بعد نه تنها درباره رابطه خودش و او گفت بلکه چیزهایی را هم که این مدت از من پنهان نگه داشته بود برملا کرد. ظاهرا تمام زندگیش را. در پانزده سالگی از خانه فرار کرده و دو ماه با یک ساقی مواد مخدر به اسم فردی لوکزامبورگ بوده. و بعد از کورتاج برگشته خانه و مدرسه اش را عوض کرده. در شانزده سالگی شروع کرده تنهایی کافه رفتن و آنجا با برایان آشنا شده و باز از خانه فرار کرده و یک سال با او بوده تا اینکه موچه برایان را با یکی دیگر گرفته و قاطی کرده و دوباره برگشته خانه و بعد والدینش او را بردن پیش روانشناس و او هم گفته مریضش آدم نیست و یک بمب ساعتی است و بعد شروع کرده به پیامهای تهدیدآمیز گذاشتن روی پیغامگیر برایان که اگر یک بار دیگر سراغ او بیاید دوست جدیدش را میفرستد که او را بکشد نکته جالب این بود که آن دوست قاتلی که ازش حرف میزد من بودم تمام اینها را با آرامشی قلابی گوش کردم و تنها چیزهایی شبیه آها از دهانم خارج می شود. سعی می کردم چیزی از نتایج ناخوشایندی که داشتم می گرفتم بروز ندهم. اینکه به رفیق پیرش زنگ میزد و پیغامهای های تند و تیز میگذاشت به این معنا بود که احتمالا هنوز به او علاقه دارد. اینکه برایان هم در جواب در مورد پس گرفتن شغلش با او حرف میزد این معنا را میداد که او هم احتمالا هنوز علاقهاش را از دست نداده درک نمیکردم به من دروغ گفته بود به من من باید دروغگوی این رابطه می بودم. گوشی را گذاشتم و پاهایم را مثل دو لنگر از لبه تخت پرت کردم پایی. بلند نشدم. ساعتها روی تخت ماندم و تلسم را فقط برای اینکه به محل کارم تلفن کنم و بگویم مریضم شکستم. حدود ساعت پنج بالاخره از تخت در آمدم و رفتم ایوان پشتی و توتون یک سیگار را در پیپ خالی کردم. به خورشید در حال غروب خیره شدم چون فکر می کردم یک صورت در آن خواهم دید. صورتی در خورشید، صورت آشنایی که مدتها ندیده بودمش. اطرافم جیر جیرک ها سر و صدا می کردند. انگار داشتند نزدیکم می شدند تا محاصرم کنند. فکر کردم یکیشان را بگیرم و بکنمش توی پیپ و دودش کنم. داشتم فکر می کردم آیا این کار نشعه هم می کند یا نه که دیدم یک منور قرمز به سمت آسمان شلیک شد. خودش بود. یک تفنگ منور بهش داده بودم تا هر وقت در هزار تو گم شد شلیکش کند. کنار یک تخت سنگ بزرگ پیدایش کردم. تمام چیزهایی را که برایان گفته بود برایش بازگو کردم. نگاهم کرد. چشمانش خلع مرگ داد زدم. چرا به هم نگفتی یه سال باهاش بودی؟ تو هم با من رو راست نبودی. به من نگفتی عمود تریدین بوده. چرا باید میگفتم؟ من تو عمرم ندیدمش. مال خیلی وقت پیشه. من فی دو سالم بود وقتی مرد. چیزی که میخوام بدونم اینه که چرا به هم نگفتی راجب می میدونی؟ گفت ببین بیا از این به بعد با هم رو راست باشیم. صداقت کامه. باشه. همه چیز رو به هم میگیم. وقت سوال کردن و جواب گرفتن بود. مثل دو خبرچین که فهمیده بودند هر دو با دادستان ساخت و پاخت کردند و امان گرفتند. بعد از این واقعه این عادت بد به سرم افتاد. با او معدبانه و محترمانه رفتار می کردم. ادب و احترام مواقع خاصی کارساز هستند. مثلا موقع صحبت کردن با قاضی قبل از اینکه بخواهد حکم نهایی را صادر کند ولی در رابطه نشانه معذب بودن است من معذب بودم چون هنوز گیر برایان بود این حسم ناشی از پارانویای بیپایه نبود. شروع کرده بود به مقایسه من با برایان. همیشه هم بازنده من بودم. مثلا گفت من به اندازه برایان رمانتیک نیستم چون یک بار به او گفته بودم من با تمام مغزم تو را دوست دارم. تقصیر من بود که درک نمی کرد قلب اعتبار سر را دزدیده و منشأ احساسات وحشی و سودایی در واقع سیستم پیچیده اعصاب مغز است و من به این دلیل از نام بردن از قلب به عنوان انبار تمام احساساتم اجتناب کردم چون قلب چیزی نیست جز تلمبه و تصویه کنندهی خیس و خونی تقصیر من است که مردم قادر نیستند نماد را در نهایت به واقعیت بدل نکنند برای همین است که هرگز نباید وقت خود را با گفتن قصه های تمثیلی برای نژاد بشر تلف کنید در کمتر از یک نسل آن را تبدیل می کنند به داده ای تاریخی با تعداد زیادی شاهد عینی آه و بعد ماجرای آن شیشه پیش آمد یک بار در اتاقش داشتم دنبال سکه هایی که از جیب شلوارم افتاده بود می گشتم که یک شیشه زیر تختش دیدم اندازه شیشه خردل مایه کدر داخلش بود شبیه آب شیری رنگ یک شیر آب مگزیکی. درش را برداشتم و بویش کردم. انتظار داشتم بوی شیر ترش شده بدهد ولی هیچ بویی نداشت. برگشتم و نگاهش کردم گفت نریزیش. انگشتم را کردم توی شیشه و مایع داخلش را چشیدم. شور فکر کردم متوجه شدم چیست ولی واقعا می توانست همان معنایی را بدهد که فکر می کردم واقعا یک شیشه اشک دستم بود عشق های او گفتم اشک آره انگار عالم و آدم میدانستند او اشکهایش را جمع می کند. انگار کل دنیا کاری نداشت جز ساختن یادبودهایی از اندوه. می توانستم شیشه را تصور کنم که به گنش فشار میآورد و اشک افتتاحیه شبیه اولین قطره باران، بر شیشه پنجره بر سطح داخلش رد می اندازد. پرسیدم این برای چیه؟ هیچ یعنی چی هیچی؟ من عشقام رو جمع می کنم همین ولم کن یه چیزی هست نه نیست حرفمو قبول نداری؟ به هیچ عنوان چند لحظه خیره نگاهم کرد. باشه بهت میگم ولی خواهش میکنم اشتباه برداشت نکن. باشه قول میدی برداشت چرت و پرت نکنی؟ قول سختیه از کجا بدونم برداشت اشتباه نمی کنم؟ بهت میگم من اشکامو جمع میکنم تا میخوام به رایان و مجبور کنم این شیشه رو سر بکشه. دندان قروچه چه کردم و چشم دوختم به پنجره. درختان برگ ریز پاییزی شبیه بی طلایی های تلای قهوهی بودند. داد زدم. تو هنوز بهش علاقه داری. جیق زد. جسپر. دیدی اشتباه برداشت کردی؟ حدود دو هفته بعد یک اهانت جدید به قبلی اضافه کرد. به جای جسپر به من گفت برایان. بعد نگاهی به من کرد که در آن ماهرانه لطافت و انزجار را به هم آمیخته بود. تا همین امروز هم آن نگاه مثل شاهد یهوه خستگی ناپذیر و بی مقدمه سراغم می آید. بلند شد و با احساس گناه برای خودش چای ریخت. با صدایی لرزان گفت ببخشید. جلوی یخچال کوچک نشست و گفت چرا شیر نداری؟ دارم. اما فاسد شده. ولی به هر حال شیره. هنوز پیف گفتنش را تمام نکرده بود که در تاریکی راه افتادم سمت خانه پدرم. همیشه یواشکی به خانه هم میرفتیم و شیر می دزدیدیم باید بگویم که من دزد بهتری بودم. همیشه وقتی خواب بودم می آمد و از آنجایی که نسبت به تاریخ انقضا حساسیت داشت مرا با صدای وحشتناک بو کشیدنش از خواب می پرند. شب قلیز بود. سیاهی فراگیر که مفهوم شمال و جنوب و شرق و غرب را بیمعنا می کرد. بعد از سکندری خوردن روی تنه درختان و تحمل شلاق شاخه های خاردار بر صورتم چراغ های خانه پدری هم خوش آمدم گفتند و هم افسردم کردند. روشن بودنشان به این معنا بود که بیدار است و مجبورم با او حرف بزنم. در واقع باید حرفهایش را گوش می کردم. نالیدم. روز به روز بیگانه تر می شدیم. این روند از ترک تحصیلم آغاز شده بود و مدام بدتر می شد. نمیدانم چرا ولی به شکلی نامنتظر به یک پدر عادی بدل شده بود. خصوصا در استفاده از باج خواهی احساسی. حتی یک بار گفت بعد از تمام کارهایی که برات کردم بعد کارهایی را که برایم کرده بود فهرست کرد به نظر زیاد می آمد ولی بیشترشان از خودگذشتگی های ناچیز بودند مثلا یکیشان این بود با اینکه مارگارین دوست دارم کره خریدم راستش دیگر نمی توانستم تحملش کنم. بدبینی خستگی ناپذیرش بی توجهیش به زندگی جفتمان. احترام غیر انسانی که برای کتاب قائل بود. عشق متعصبانش به نفرت از جامعه. عشق غیر اسیلش به خودم. اصرار ناسالمش به اینکه زندگی مرا مثل زندگی خودش غیر قابل تحمل کند به نظرم آمد زندگیم را به اندازه فکری که دیر به خاطر آدم میآید آید استراباور نکرده ولی با زحمت زیاد مرا قطع قطع پیاده کرده بود انگار بابت این کار اضافه کار می گرفت به جای سر یک تیرچه سیمانی داشت و من دیگر نمی توانستم تحملش کنم به نظرم باید به توانی به آدمهای زندگیت نگاه کنی و بگویی من بقایم را به تو مدیونم یا تو بقایت را به من مدیونی و اگر نمیتوانی چنین چیزی بگویی گور پدر همهشان من فقط می توانستم به پدرم نگاه کنم و فکر کنم خب من با وجود فضولی های تو زنده موندم لعنتی چراغ پذیرایی روشن بود از پنجره سرک کشیدم. داشت روزنامه میخواند و گریه میکرد. در را باز کردم و پرسیدم چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ شیر میدوزدم. شیر خودتو بدوزد. رفتم تو و روزنامه را از دستش کشیدم. یکی از این روزنامه های زرد بود. بابا بلند شد و رفت اتاقش. روزنامه را نگاه کردم. پدرم داشت داستان فرانکی هالو را میخواند. ستاره راکی که اخیرا به قتل رسیده بود. از یک تور برمیگشته که یک طرفدار دیوانه جلویش را گرفته و دو بار به سینه شلیک کرده و یک بار به سرش یک بار هم برای خوششانسی. هر روز این خبر به صفحه اول راه پیدا می کرد بدون اینکه اطلاعات جدیدی نسبت به روز قبل به آن اضافه شده باشد. بعضی روزها روزنامه ها با کسانی مصاحبه می کردند که هیچی از موضوع نمیدانستند و در طول مصاحبه هم هیچ حرف مربوطی نمی زدند. بعد آخرین قطره خون داستان را با کند و کاف در گذشته ستاره بیرون کشیدند و وقتی دیگر مطلقا هیچ چیز برای گزارش باقی نماند باز هم یک سری گزارش جدید چاپ کردند فکر کردم کی این چرک های زیر ناخون را چاپ می کند و بعد فکر کردم چرا پدرم برای مرگ یک آدم معروف گریه می کند؟ با هزار جمله تحقیرامیز که در سرم شنا میکردند ایستاده بودم و نمیدانستم به کارشان ببرم یا نه؟ تصمیم گرفتم استفادهشان نکنم؟ مرگ مرگ است و سوگواری، سوگواری حتی اگر مردم بخواهند برای از دست رفتن یک غریبه محبوب اشک بریزند باز هم نمیتوانی دلی غمگین را مسخره کنی روزنامه را بستم بیخبرتر از قبل از اتاق کناری صدای تلویزیون میآمد ظاهرا پدرم داشت امتحان می کرد ببیند صدای تلویزیون چقدر بلند می شود. رفتم تو. داشت یک سریال آخر شبیه صحنه دار تماشا می کرد. درباره بازرس زنی که معماهای جنایی را با نشان دادن پاهای خوش ترکیبش حل می کرد. هرچند پدرم صفحه تلویزیون را تماشا نمی کرد زل زده بود به دهان بیزی شکل یک قوطی آبجو نشستم کنارش و مدتی ساکت ماندیم بعضی وقتها حرف نزدن کاری ندارد ولی بیشتر وقتها از بلند کردن پیانو هم سختتر است پرسیدم چرا نمیری بخوابی؟ بابا گفت چشم بابا سعی کردم جواب کنایش را با یک کنایه دیگر بدهم ولی وقتی دو کنایه کنار هم قرار می گیرند صورت خوشی ندارد. برگشتم به هزار تو و جهنم. گفت پس شیر کو؟ گفتم قلمبه قلمبه شده بود به پدرم و قلمبه های درونش فکر می کردم آنوک و ادی راست می گفتند دوباره به آغوش افسردگی بازگشته بود این دفعه چرا چرا برای ستاره راکی که هرگز ندیده بود سوگواری می کرد واقعا میخواست برای هر مرگی روی این کره خاکی اشک بریزد سرگرمی وقت گیر تر از این وجود دارد صبح دیدم که جهنم رفته. اتفاق جدیدی بود. کاملا مشخص بود به ورته جدید سقوط کرده ایم. قبلا هم دیگر را قبل از رفتن تکان میدادیم تا از اقمای دیابتی خارج شویم. حالا یواشکی رفته بود. شاید برای اجتناب از سؤال بعدن چی کار می کنی؟ کلبم هیچ وقت اینقدر خالی به چشمم نیامده بود. سرم را در بالش دفن کردم و داد زدم. دیگه عاشقم نیست برای اینکه حواسم را از واقعیت ترشیده پرت کنم نشستم و روزنامه ورق زدم همیشه از روزنامه بیزار بودم بیشتر به خاطر جغرافیای توهینآمیزش. مثلا در صفحه 18 چشمت میافتد به خبر وقوع زلزله وحشتناک در جایی مثل پرو با توهینی که میان سطور پنهان است بیست هزار انسان زیر آوار دفن شدند بعد دوباره دفن می شوند این بار زیر هفته صفحه اخبار چرت و پرت محلی فکر کردم کی این عفونت لسه را منتشر می کند بعد صدایی شنیدم یکی گفت تق تق از کوره در رفتم داد زدم و نستا پشت در رو بگو تق تق اگه زنگ داشتم و میستادی میگفتی رینگ رینگ آنوک آمد تو و گفت چه مرگته؟ هیچی. میتونی به من بگی؟ میتوانستم بهش اعتماد کنم؟ میدانستم آنوک در زندگی عاطفیاش مشکل دارد. وسط یک جدایی پردردسر سر بود. هرچند همیشه مشغول به هم زدن با آدمهایی بود که اصلا از وجودشان خبر نداشتم. اگر کسی شم فهمیدن پایان از همان آغاز را داشته باشد آن کس آنوک است. ولی تصمیم گرفتم ازش راهنمایی نخواهم. بعضی آدم ها حس می کنند در حال غرق شدنی و وقتی جلوتر می آیند تا بهتر ببینند نمی توانند در برابر وسوسه پا گذاشتن روی سرت مقاومت کنند گفتم خوبم میخوام در مورد افسردگی پدرت با حرف بزنم حوصله ندارم میدونم چطور خلعش رو پر کنم با دفترچه هاش اونقدری ری دفتر خوندم که برای تمام عمرم بس باشه. نوشته هاش لکه های گوشت قراقاتی سرش هستن که چکیدن روی کاغذ. من که نیستم. مجبور نیستی؟ من همه کاراشو کردم. واقعاً؟ آنوک یکی از دفترچه های سیاه پدرم را از جیبش درآورد و جوری در هوا تکانش داد انگار بلیت برنده لاتاری است. دیدن دفترچه همان تاثیر دیدن چهره پدرم را داشت. ملالی بی انتها. آنوک گفت خیلی خوب گوش کن. نشستی؟ داری نگام میکنی آنوک. باشه باشه خدایا امروز از دنده چپ بلند شدی گلویش را صاف کرد و خواند در زندگی همه دقیقا همان کاری را می کنند که باید وقتی یک حسابدار می بینید به او دقت کنید دقیقا شبیه یک حسابدار است هرگز حسابداری وجود نداشته که به نظر یک آتش نشان بیاید. فروشنده لباسی که شبیه یک قاضی باشد یا دامپزشکی که فکر کنید جایش پشت صندوق مکدونالد است. یک بار در یک مهمانی آدمی را دیدم و گفتم شغل چیه؟ با صدای بلند جوری که همه بشنوند گفت من جراح درختم. یک قدم عقب رفتم و سر تا پایش را برانداز کردم و باور کنید دقیقا همانی بود که ادعا می کرد. شبیه یک جراح درخت بود هرچند به عمرم جراح درخت ندیده بودم. همین را میخواهم بگویم همه دقیقا همانی هستند که باید باشند و مشکل همین است هیچ وقت یک سلطان رسانه نمی بینید که روح یک هنرمند را داشته باشد یا میلیاردری که دلسوزی آتشین یک مددکار اجتماعی را داشته باشد ولی اگر بتوانیم در گوش میلیاردر زمزمه کنیم و به دلسوزی آتشینی که یک گوشه از وجودش بی استفاده افتاده دست پیدا کنیم چه؟ به جایی که همدردی انباشت شده دست پیدا کنیم و بیدارش کنیم و پر کنیمش از ایده ها تا اینکه بلفل شود منظورم این است که به هیجان بیاوریمش واقعا هیجان زده کنیم این چیزی است که رؤیایش را دارم مردی باشم که آدم های پولدار و قدرتمند را با ایده ها به هیجان بیاورم این چیزی است که میخواهم مردی باشم که در گوشی عظیم و طلایی ایدههای شگفتانگیز زمزمه میکند آنوک دفترچه را بست و جوری نگاهم کرد انگار منتظر است از جا بلند شوم و دست بزنم برای این هیجان زده شده بود خود بزرگ بینیش برای من خبر جدیدی نبود. وقتی کمکش می کردم از تیمارستان بیاید بیرون خوب شناخته بودمش. گفتم خب که چی؟ که چی؟ نمی فهمم. نمی فهمی؟ هرچی رو من میگم تکرار نکن آنوک. این جواب جسبر واقعا من سؤال رو فراموش کردم سؤال اینه که چطوری خلعه پدر تو پر کنیم ساده است میریم یکی پیدا می کنیم چی پیدا می کنیم؟ لبخندی زد و گفت یه گوش تلایی آن شب در راه رفتن به خانه آنوک درباره نقشهش فکر کردم. گوش طلایی که در نظر گرفته بود روی سر رینولد هابز قرار داشت. پولدارترین آدم استرالیا. فقط کسی که در قار زندگی می کرد و نمیدانست تلویزیون کابلی چیست او را نمی شناخت. خیلی از روزنامه ها و مجلات و انتشاراتی ها و استدیوهای فیلمسازی و شبکه های تلویزیونی که مسابقات ورزشی را ضبط و در شبکه های کابلی پخش می کردند متعلق به او بودند. باشگاه های فوتبال داشت. و هتل ها و رستوران های زنجیره ای و ناوگان تاکسی و زنجیره ای از استدیوهای ضبط موسیقی که آلبوم های تولید شده در آنها در فروشگاه های زنجیره موسیقی خودش فروخته می شدند. صاحب مهمان سراها بود و سیاست مدارها و آپارتمانها و امارتها و پیستهای اسب دوانی و قایقی به بزرگی یک جزیره در اقیانوس آرام. رینولد نیمی از سال در نیویورک زندگی می کرد ولی به قدری پنهان کار بود که هیچ کس نمی دانست کدام نیمه را. او از آن معدود آدم های مشهوری بود که از پاپاراتزیها زیها نمی ترسید چون مال خودش بودند. بگذارید بهتان بگویم رینولد هابز می توانست برود روی پل سیدنی و از آن بالا بریند ولی فردایش هیچ عکسی از این اتفاق در روزنامه ها چاپ نشود. نمیدانم آنوک چند وقت مشغول نقشه کشیدن برای این مأموریت بدون آتیش بود. ولی به من روزنامه ای را نشان داد که نوشته بود امشب رینولد و پسرش اسکار به کازینوی سیدنی می روند تا به مناسبت خریدش جشن بگیرند. نقشش این بود که رینولد ثروتمندترین مرد استرالیا را متقاعد کند با پدرم فقیرترین مرد استرالیا دیدار کند. در این زمان آنوک در خانه زیبای پدریش زندگی می کرد. در محله زیبا، در بمبستی زیبا، با یک پارک زیبا که بچه های زیبا در آن بازی می کردن. و همسایه ها در حیات های بزرگ در کنار باخچه های بزرگ و تاب ها و ماشین های خوشگل با هم گپ می زدند. همه سک هایی داشتند که می دانستند کجا باید خرابکاری کرد و کجا نباید. و اگر هم می کردند خرابکاریشان تودهی بود مرتب و متقارن شبیه آتش کمپ پیشاهنگی. از آن دست آدم های طبقه متوسط اهل بیرون که دوست دارند لایه ها را کنار بزنند و دنبال کرم بگردند. و کرم هم قطعا وجود داشت. کجا کرم ندارد؟ و بله، خانواده آنوک یک کرم گنده داشت. کرمی که نمیشد کاریش کرد. آنوک، کرمشان آنوک بود. وقتی رسیدم پدرش در باغچه مشغول بود. از آن مردهای سالم پنجاه و چند ساله بود که دیدنشان باعث می شود آدم دلش بخواهد روزی پنجاه تا دراز و نشست برود. با عضلات برجسته خم شده بود و داشت باغچه را هرس می کرد. حتی خط باسنش هم که موقع کار افتاده بود بیرون زیر موهایی پرپشت و مردانه به سرخی میدرخشید. هی hey, جسبر، چی کلاه کردی؟ با آنوک میخواییم بریم کازینو. واسه چی؟ پول ببریم. خندید. حریف اون بیشرف های فاسد نمیشین. خیلی متقلبند. بیشتر بیشرف های فاسد و نمیشه حریف شد. راست میگی. مادر آنو که زنی زیبا با رگه از موهای خاکستری میانه انبوهی موی سیاه با یک لیوان آب آمد بیرون. فکر کنم برای شوهرش آورده بود ولی دادش به من. بیا من دارم آب میرم یا تو هی داری بزرگ میشی؟ فکر کنم من دارم بزرگ میشم. پس فعلا بزرگ شو هنوز جا داری. حتما. از خانواده ی آنوک خوشم میامد. خیلی به خودشان زحمت نمیدادند تحویلت بگیرند. جوری نگاهت میکردند انگار از اول با تو آشنا بودند. راستگو و صمیمی و علاقمند خوشرو و سخت کوش بودند و محال بود پشت سر کسی بدگویی کنند از آن دست آدمهایی بودند که نمیشد دوستشان نداشت بسرم میزد همراهشان در خیابانها راه بروم و ببینم کسی جرأت دارد دوستشان نداشته باشد آنوک کجاست؟ تو اتاقشه بیا تو از داخل خانه زیبا و خونک عبور کردم و از پله ها رفتم بالا و وارد اتاق آنوک شدم. آنوک همیشه بعد از سفرهای ناموفقش به دنیا برمیگشت خانه پدریش. اغلب بعد از اینکه ها یا روابطش به شکست منجر می شدند. اتاق را برایش نگه داشته بودند. دیدن او در خانه پدریش عجیب بود آن هم در اتاق خواب یک دختر پانزده ساله حقیقت این بود که آنوک سی و دو سال داشت و هر بار آنجا را ترک می کرد قسم می خورد دیگر برنگردد. ولی هیچ وقت اوزا بر وفق مرادش پیش نمی رفت و نمی توانست در برابر وسوسه بازگشت مقاومت کند. برمیگشت تا نفسی تازه کند. من بارها به خانه های مختلف آنوک رفته بودم و او همیشه یا مشغول بیرون کردن مردی بود که حالش ازش به هم میخورد یا داشت ملافه هایش را میشست چون مردی که با او بود با یکی دیگر روی هم ریخته بود یا منتظر مردی بود که زنگ بزند یا تلفن را بر نمی داشت چون مردی داشت زنگ می زد. یکیشان را یادم است که حاضر نبود برود. میخواست اتاق خوابش را قصب کند. آخر سر برای خلاص شدن از شرش آنوک موبایلش را از پنجره پرت کرد بیرون و مرد هم با فاصله کمی دنبالش رفت. وقتی رفتم تو آنوک داخل کمد بزرگش بود. داشت لباس می پوشید. یه دقیقه دیگه میام. توی اتاقش گشتم. کنار تختش عکس مردی بود با سری مربع شکل و عینک آفتابی و خط ریش هایی که الویس را به کشتن داد. این یارو فیلم ترسناکه کیه؟ به تاریخ پیوسته. میشه بندازیش تو سطل آشغال؟ از انداختن عکس در سطح لذت وافری بردم. این یکی چی شد؟ بهت میگم چی شد. شانس ندارم که روابط من به دو دسته تقسیم میشن یا من طرف و دوست دارم و طرف منو دوست نداره یا طرف منو دوست داره ولی قدش از نن بزرگمم کوتاهتره بیچاره بیچار آنوک نمیتوانست تحمل کند برای ابد مجرد بماند و نمیتوانست تحمل کند که نمیتواند تحمل کند. عشق وسوسه اش میکرد ولی از زندگیش قایب بود و تمام تلاشش را میکرد به این نتیجه نرسد که سه هشتم از هشتاد سال شکست را پشت سر گذاشته از پیوستن به گروه زنان مجردی که تمام فکر و ذکرشان این است که سعی کنند تمام فکر و ذکرشان وسواس مجرد بودن نباشد احساس حقارت می گرد. ولی نمی توانست در برابر وسوسه وسواس مقاومت کند. سی سالگی را پشت سر گذاشته بود و مجرد بود. ولی مسئله ساعت بیولوژیک نبود. مسئله تیک تاک ساعتی دیگر بود، ساعت بزرگ. طبق توصیه ی حکما در عمق وجود خودش دنبال جواب می گشت ولی به یک علت واحد نمی رسید. این گونه نبود که در یک دور باطل اسیر شده باشد بلکه در الگویی از دوایر باطل متصل به هم گرفتار شده بود در یکی از این دایره ها همیشه آدم اشتباه را انتخاب می کرد. یا بچه پولدار عوضی برجوا یا صرفا عوضی و یا اغلب اوقات یک مرد کودک مدتی به نظر می رسید فقط با انواع و اقسام مرد کودک ها قرار می گذارد. همچنین این عادت را هم داشت که زنی دیگر باشد نه زن اصلی. از آن دست زنهایی بود که مردها ازشان خوششان می آید ولی نه برای رابطه جدی و پایدار. بیشتر پسر بود تا دختر. من روانشناسی پشتش را نمیدانم ولی شواهد نامعتبر اثبات این قضیه اند. بیش از اندازه این را میخواست. ولی چون هیچ کس مطمئن نیست راه حل چیست تنها راهی که برای مقابله با این نیروی مرموز باقی می ماند. این است که تظاهر کنی چیزی را که از ته دل می خواهی نمی خواهی. آنو که از کمد آمد بیرون حسابی خوشتیب شده بود. یک لباس سبز روشن گلدار پوشیده بود و زیرش هم یک پیراهن مشکی. راستش از چهارده سالگی به فانتزی هایم راه پیدا کرده بود. از وقتی که دیگر سرش را نمی تراشید و پوتین نمی پوشید و گوش و دماغ و لبش را سوراخ سوراخ نمی کرد و ادای دختر عصبانی ها را در نمی آورد. چشمان سبزش هنوز می درخشیدند ولی طی این سالها موهای سیاهش بلند و جاری شده بودند. دیگر به سوراخهای دماغ و لبش حلقه نمی و از لاغر ترکی بدل شده بود به اسفنجی. با اینکه برای مبارزه با افسردگی پدرم آنجا بودم، نمی توانستم این فکر را از سرم دور کنم آیا می توانم به دوستی با خودم مجابش کنم می شود کسی را که مراحل بلوغ آدم را دیده مجاب کرد گفتم شاید وقتش باشه یه مدت با کسی دوست نشی راستش فکر بدی هم نیست ولی کسی که کاری به کارم نداشته باشه و مدام سینجینم نکنه از کجا پیدا کنم خب فقط فوری نگو نه اما من چطورم نه چرا نه برای اینکه تو مثل پسرم میمونی نه خیر ما مثل دو تا فامیل خیلی دوریم به هیچ وجه اما باید بهش فکر کنی. دوستت چی؟ فکر می کنم دیگه دوستم نداره. من به تقویت اعتماد به نفس احتیاج دارم و فکر می کنم اگه با هم دوست بشیم کارم را بیفته. من نمی خوام جسپر. این شد دلیل؟ بله. هیچ از سر حسن نیت با کسی نبودی؟ چرا؟ از روی ترحم چی؟ چرا؟ خب پس اصلا مشکلی ندارم که به عنوان یک کار خیر با من باشی. میشه بحث و عوض کنیم جسپر؟ نمیدونستم اینقدر خودخواه و بی خیری. مگه یه سال داوطلب کار خیریه نشدی؟ واسه فقرا پول جمع می کردم. باهاشون دوست نمی شدم. به بومبست رسیدیم. راستش من به بنبست رسیدم. گفت بیا احمق و جلوی من راه افتاد و رفتیم کازینوی سیدنی. بیایید درباره فضای داخلی کازینو سیدنی با هم رو راست باشیم. انگار لاس وگاس و زیر شلوار لیبراچی با هم یک بچه نامش به وجود آورده باشند و این بچه از پله افتاده باشد پایین و سرش خورده باشد به لبه یک بیل. پشت میزهای 21 و, و ماشینهای پوکر مردان و زنانی عصبی و مستاصل شبیه ربات نشسته بودند که به نظر نمی آمد بابت تفریح قمار می کنند. وقتی نگاهشان می کردم، یادم افتاد کازینو به این شهرت دارد که مشتریانش بچه هایشان را میگذارند توی ماشین و درش را قفل می کنند و می روند پی قمار. این خبر را در روزنامه خوانده بودم و با خودم گفتم ای کاش این آدم های غمگین و بدبخت، قبل از اینکه بروند داخل کازینو تا پول اجاره خانهشان را در جیب دولت سرازیر کنند لا اقل لای پنجره ماشینشان را باز گذاشته باشند پولی که جمع میشد و جمع میشد و بعد نیم درصد از سودش برای خدمات مشاوره‌ای به قماربازها به جامعه برمیگشت. آنو گفت اونجان به جمعیتی از پاپارات زیها و تجار و سیاست مداران اشاره کرد. معلوم بود رینولد هابس مردی هفتاد ساله با عینک چهار گوش زریف و سری گرد و کچل شبیه سر چارلی براون شنیده بود بهتر است خود را شبیه آدم های معمولی عرضه کند و برای همین پشت یک میز بیست و یکه با چیپ ده دلار قوز کرده بود. شانه های آویزانش این حس را به آدم میداد که در دست آخر جستش را باخته است. من و آنو کمی نزدیک تر شدیم. شاید ثروتمندترین مرد استرالیا بود ولی معلوم بود با قمار به اینجا نرسیده پسرش اسکار هابس چند متر آن طرفتر ایستاده بود و شانسش را با یک ماشین پوکر امتحان می کرد. جوری سیخ ایستاده بود که فقط یک بچه معروف از پسش برمیآید. مردی که هر لحظه می شود ازش عکس گرفت. مردی که هیچ وقت دستش را در دماغش نمی کند. فوری حواسم را جمع کردم. زندگی خودت را با این مقایسه نکن. هیچ شانسی نداری. اطرافم را نگاه کردم تا کسی را پیدا کنم که مقایسه با او به صرفم باشد آنجا دیدمش پیرمردی بیدندان و کچل با گردنی پر از جوش و دماغی شبیه گوشماهی ماهی تکیه گاه من او بود وگرنه به درد سر می افتادم. به هیچ عنوان تا به مقایسه شدن با اسکار هابز را نداشتم چون عالم و آدم میدانستند در مقوله زنها خوششانسترین آدم روی زمین است. با ورق زدن مجلات زرد قطار دوست دخترهایش را دیده بودم قطاری دراز و زیبا و حسادت برانگیز. اگر یکی از هایی را که با او صمیمی بودند میدیدید دستتان را تا بازو میخوردید لعنتی حتی تحمل فکر کردن بهش را هم ندارم از آن دست وراثی نبود که گل سرسبد تمام فعالیتهای اجتماعی باشد هیچ وقت او را در مراسم افتتاحیه گالری ها و بارهای با کلاس و اولین نمایش فیلم ها نمی دیدی. البته گاهی می شد گوشه چانش را در صفحات اجتماعی روزنامه ها دید. ولی از نوع نگاه چانه به خودتان می عکس ناقافل گرفته شده. مثل دزدی که با دوربین مخفی بانک قافل گیر می شود. ولی زنها بعد از دیدن عکس هایشان می رفتم اتاقم و با خشونت بالشم را پاره پاره می کردم. بیش از یک بار به معنای واقعی کلمه رشت, رشت کردم و پاره کردن بالش هم کار خیلی مشکلی است. از آنوک پرسیدم میخوای چیکار کنی؟ باید از دو جهت حمله کنی. یکی بابا هر رو میگیره اون یکی پسره رو. جواب نمیده. رینولد رو امتحان میکنی یا اسکارو رو؟ هیچ کدوم. ولی فکر کنم رینولد. میخوام یه چیزی ازش بپرسم. باش. ولی من به پسرت چی بگم با چی شروع کنم که جواب بده نمیدونم یه جوری برخورد کن انگار از قبل همدیگه رو میشناسیم فکر میکنه میخوام بهش بند کنم پس بهش توهین کن توهین کنم مثل همیشه تشریحش کن بهش بگو مشکل روحش چیه آخه از کجا بدونم مشکل روحش چیه؟ از خودت در بیار. بهش بگو روی روحت یه لکه هست که هرچی بیشتر سعی کنی پاکش کنی پخشتر میشه. نه این خوب نیست. باشه پس بهش بگو این قدر پول داره که از واقعیت جدا شده. این راش میندازه. آدمای پولدار متنفرن اینو بشنون. ولی آخه اون واقعا اینقدر پول داره که از واقعیت جدا بشه. آنوک چه باور کنی چه نکنی تنگنای مالی تنها واقعیت رسمی نیست. باشه بیا جر و بحث نکنیم. بریم ببینیم چی پیش میاد. باشه موفق باشی. رفتم سمت میزی که رینولد هابس پشتش قوز کرده بود ولی صندلی خالی پیدا نکردم. ایستادم و توی گردن بازیکنها نفس کشیدم. یک مأمور حراست نگاه پر از شکی به من انداخت و حق هم داشت. کارهایم مشکوک بود. داشتم زیر لب میگفتم من به این قول رسانه چی بگم؟ چطور میتونم رازیش کنم پدرم ببینه؟ از روی ترحم رینولد هابس خیر مشهوری درست ولی خیریش از اوناست که باید بهش زنگ بزنی. خبرنگاری که کنار رینولد نشسته بود مصاحبهش را تمام کرد. بلند شد و با او دست داد. از فرصت استفاده کردم و به زور خودم را آن وسط جا کردم و کنارش نشستم. رینولد لبخند دوستانه به من زد ولی فورا معذب بودنش را حس کردم. بعضی ها سختشان است با آدم های زیر 20 سال حرف بزنند و هرچقدر به صفر نزدیک تر باشی بیشتر معذب می شوند. از من رو و با وکیلش درباره اندازه حروف در یک قرارداد حقوقی حرف زد. رینولد میخواست یک بند با فونت خاصی به قرارداد اضافه کند ولی میخواست اندازش چهار باشد. وکیلش داشت درباره جنبه اخلاقی این حرکت بحث میکرد و اعتقاد داشت در هیچ متنی نباید از فونت کوچکتر از هفت استفاده کرد چون صورت خوشی ندارد. گفتم ببخشید آقای هابس. آرام برگشت طرفم. انگار داشت می گفت هر چیزی که نفس من به آن می خورد تبدیل به طلا می شود. و خیلی دارم به تو لطف می کنم سرم را برمیگردانم سمتت وقتی چشمانش به من رسیدند با سکون بیکرانشان به من حالی کردند با وجود نزدیک بودنشان دست رس ناپذیرند چیه؟ شما چند تا روزنامه دارین درسته؟ خب خب من فکر می کردم قدرت فساد میاره آقای هابز ولی کاری که شما انجام میدین فاسد نیست فروختن اسحال عمل فاسدی نیست حروم کردن قدرته با تمام نفوذ و توانایی هایی که بهتون اجازه میده هر چیزی رو چاپ کنین ولی باز ترجیح میدین عرق زیر بغل چاپ کنین چرا؟ رینولد نمیدانست چه بگوید. آن طرف را نگاه کردم ببینم آنوک چی کار می کند. ظاهرا بهتر از من پیش میرفت شرمندگی در صورت اسکار موج میزد نمیدانم چه داشت میگفت رینولد همچنان محلم نمیگذاشت گفتم باشه شما میخواین روزنامه بفروشین میفهمم شما خلط تازه میفروشین چون عامه مردم اشتهای سیری ناپذیری براش دارن ولی نمیتونین روزنامه هاتونو فقط یک کم رهایی بخش کنین مثلا بین تیترای تکراری و ستون طالبینی یک چهارم صفحه حکمت تبتی چاپ کنین به فروشتون لطمه میزنه دست معمور حراست روی شانم قرار گرفت. گفت پاشو بریم. رینولد بی اینکه چشم از من بردارد گفت بزار باشه اشکالی نداره. ادامه دادم. مثلا همین داستان شرماور و اشکانگیز فرانکی هالو هیچ اتفاق جدیدی به نسبت روز اول نیفتاده ولی شما هر روز خبرش رو صفحه اول چاپ میکنی. هی زاویه دید و تغییر میدید. یه بار از دید مطفوع توی توالت هتل. یه بار از دید پرندهی که از جلوی پنجره اتاقش پرواز میکرده. راستش آقای هابز مثل خوندن چرک ناف میمونه. چطوری با خودت زندگی میکنی؟ باید یکی رو استخدام کنی که به جات توی آینه نگاه کنه. گوش کن بچه جون. روزنامه برای گزارش نه تعالی روح بشر. روزنامه های زرد احساسات برانگیزن چون توی زندگی مردم هیچ شور و احساسی وجود نداره. کل ماجرا همینه. مرگ یه ستاره برای فروش روزنامه بهترین اتفاق ممکنه. میدونی چرا؟ چون انگار تیتر زده باشیم خدایان هم میمیرن متوجه منظورم میشی؟ قطعا: میشه سی هزار دلار بهم قرض بدین؟ برای چی؟ برای بی هدف گشتن تو دنیا ده هزار تا برای شروع کافیه چند سالته؟ هیفته نباید از الان دنبال اعانه باشی باید روی پای خودت واستی با حداقل حقوق هیچ کس نمیتونه روی پای خودش واسته چرا من خودم با حقوق حداقل شروع کردم هیچ وقت از کسی اعانه نگرفتم. برای چیزی که دارم زحمت کشیدم. سخنرانی خوبی بود. چقدر حیف که نمیتونین خطابه ترهیمتون خودتون بخونی. خیلی خوب. صبرم دیگه تموم شد. به معمور حراست اشاره کرد و او هم با فشار دادن گردنم کمکم کرد روی پا بیستم. داد زدم. یه چیز دیگه. رینولد آه کشید ولی معلوم بود کنجکاو است ببیند چه میخواهم بگویم. گفت زود بگو. پدرم میخواد شما رو ببینه. پدرت کیه؟ مارتین دین. اسمش رو هم نشنیدم. نگفتم که مشهوره. فقط گفتم میخواد شما رو ببینه. برای چی؟ چرا نمیذارین شخصا بهتون بگه؟ برای اینکه وقت ندارم. بشقابم الان پره. شما خیلی پول دارین. خب یه بشقاب بزرگتر بخرین. رینولد دوباره سر تکان داد و مأمور حراست مرا کشید. وقتی داشتم سمت در خروجی اسکورت می شدم یکی ازم عکس گرفت. روی پله های کازینو یک ساعت منتظر آنوک ماندم و برای وقت گذرانی در پارکینگ قدم زدم و دنبال بچه های در حال خفه شدن گشتم. در هیچ ماشینی بچه نبود. برگشتم و آنوک را دیدم که از پله ها می پایین. هیچ وقت به عمرم انگشت به دهان نشده بودم و بنابراین نمیدانستم انگشت به دهان شدن چه حسی دارد واقعا فکر می کردم آدم ها فقط توی کتاب ها انگشت به دهان می شوند این یعنی من انگشت به دهان شدم اسکار رینولد هابز همراه آنوک از پله ها پایین می آمدند. آنوک گفت اینم جسپر رینولد با لبخندی بی دوام گفت زیارتشون کردم. گفتم از دیدار مجدد شما خوش وقتم و گرمترین لبخندم را نصار اسکار کردم ولی چشمانش مرا لایق نگاه ندانستند. در گوش آنوک گفتم چه خبره؟ ابروهایش را بالا انداخت و گفت همراه ما میان کجا؟ خونه